فراتر از تراما، سلامت روانی فردی و جمعی هزاره. در ماده دوم کنوانسیون ژنوساید در کنار جنایاتی که منجر به حس و آسیب فیزیکی یک گروه خاص می شود، از آسیب شدید روحی و روانی نیز به عنوان یکی از جنایاتی نام برده شده که نسل کشی و ژنوساید محسوب می شود. مردم هزاره حداقل 130 سال است که با جنایات سازمان یافته از جمله نسل کشی فیزیکی، نسل کشی فرهنگی، بردهداری، کوچ اجباری و تبعیض روبرو هستند. این جنایات علاوه بر اینکه منجر به حذف فیزیکی بخش قابل توجهی از جمعیت مردم هزاره و اشغال بخش‌های وسیعی از سرزمین آنها هزارستان شده، روایت‌ها و آثار تاریخی باستانی فرهنگ و تمدن هزاره‌ها را نیز هدف قرار داده و تخریب‌ها و جعل‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. این جنایات دهشتناک همچنین آسیب‌های روحی روانی گسترده‌ای را منجر شدند که تاکنون یا به آنها توجه نشده و یا کمتر توجه شده است. ما در این مجموعه برنامه همراه با هاجر رفیعی، متخصص و عصب روانشناس بالینی، بر سلامت روانی فردی و جمعی هزاره‌ها تمرکز می‌کنیم. ما ابتدا به وضعیت روحی و روانی هزاره ها از منظر تاریخی می پردازیم و کوشش می کنیم رابطه این جنایات را در ایجاد تروماهای تاریخی و بین نسلی یا همان ضربات و آسیب های شدید روحی و روانی تاریخی و بین نسلی پیدا کنیم. همچنین ما به مقاومت و پویایی روانی پرداخته، سپس عمده‌ترین آسیب‌های روانی ممکن را بررسی کرده و به تأثیر آنها بر سلامت روحی و روانی و همچنین سلامت جسمی می‌پردازیم. پس از آن ما بر خود درمانی و جمع درمانی تمرکز خواهیم کرد و به روش ها و از جمله تکنیک های اشاره خواهیم کرد که در روند خود درمانی و جمع درمانی هزاره به عنوان یک جمع و هزاره به عنوان یک فرد و شخص کمک کند. در آخر ما روی روش ها و تکنیک های ممکن برای قطع کردن زنجیره آسیب‌ها و تروماهای بین نسلی تمرکز می‌کنیم تا نسل آینده و نسل‌های آینده تا جای ممکن از این آسیب‌ها ایمن باشند. من از خانم هاجر دعوت می‌کنم به استودیو. خانم هاجر، بسیار خوش آمدین به برنامه گپ و گفت‌های بین رشته‌ای. در ابتدا سلامی درودی اگر با بینندگان دارین بفرمایید. عرض سلام و ادب خدمت شما آقای میرهزار و همه بیننده‌های عزیز. امید که همه جانشان جور، موفق، مؤید، هر جای هستن تنشان سالم باشه. در خدمتتون هستیم. سپاسگزار از اینکه در برنامه گپ و گفت‌های بین رشته‌ای اشتراک کردند. در ابتدا اگر امکان داره خود را معرفی بکنین، روی تخصص خودتان بیشتر تمرکز داشته باشین، در چه رشته‌هایی درس خوندن و او تخصصی که دارن در چه زمینه ها از علم روانشناسی می باشه. درسته، بسیار عالی. رشته هایی که تحصیل کردم، مقطع لیسانس بچلر از دانشگاه هرات در رشته روانشناسی و بعد از او مقطع ماستری اول کشور هندوستان رشته کلینیکال سایکولوژی یا همو زبان فارسی یا دری بهتر بگیم که روانشناسی بالینی در
سکند مستر دیگری یا حالا کارشناسی ارشد دومیم در بخش در کشور ایتالیا دانشگاه پادوا رشته کاگنیتیو نوروساینس اند کلینیکال نوروسایکولوژی که این رشته ای که ما در دانشگاه پادوا میخوانیم این کورس یا مقطع ماستری طوری هست که تقریبا میشه گفت شامل دو بخش عمده هستن. یک بخش کاگنیتیو نوروساینس که بیشتر مربوط میشه به مسائلی مثل بحث ریسرچ هایی در رابطه با شناخت انسان و در رابطه با بحث کلن بحث نوروساینس واقعا یا همون علم عصب شناسی و رابطه از او علم عصب شناسی با رفتارهای که موجود هست، رفتارهایی که ما میبینیم رفتار موجود در انسان ها. و بخش دوم از او کلینیکال نوروسایکولوژی بیشتر فوکاس داره روی بحث هایی مثل انواع اختلالات روانی که منشأ عصبی داره. فرض بر مثال وقتی که دوره مثلا بحث کلینیکال سایکولوژی رو وقتی ما میخوانیم در بخش مثلا همون ماستری اول ما که در کشور هندوستان در شهر بنگلور من خواندم، اونجا بیشتر در بخش یه سری از اختلالاتی که مربوط هست به رفتار اونا بیشتر بررسی میشد، مثل بحث افسردگی یا اختلال های متفاوتی در بخش استراب در بخش استرس و خیلی از زیرشاخه های از این موضوعات از این اختلال ها. ولی در موضوع بحث نوروسایکولوژی کلینیکال نوروسایکولوژی اکثر اختلال هایی مثل آلزایمر، پارکینسون و امثال اینها مثل اسکیزوفرنیا، مانیا و خیلی از این نمونه های از اختلال هایی که مربوط میشه به کارکرد عصب ها یا نیرون های مغز و اختلال در این کارکردها و این اختلال چه تأثیری روی رفتار و زندگی روزمره فرد میتونه بگذاره. و امیدواریم که در این برنامه بتونیم تا حدودی بیشتر و دیپتر و عمیق‌تر روی این موضوع بتونیم حرف بزنیم. بسیار عالی. خب حالا اعصاب و روح و روان آدمی یک جنبه بسیار مهمی هست در خب قطعا باز آسیب ها بیماری هایی که مربوط به عصب میشن تنها جنبه های روانی رو شامل نمیشن، باز میتونن روی فیزیک هم قطعا تأثیر بگذارن، درست است؟ دقیقا نمونه شان که اولین اختلالی هم که نام بردم آلزایمر متاسفانه تأثیری که روی جسم انسان داره بحث از دست رفتن نیورون ها و سیاه شدن نیورون ها بین سلول های مغزی هستن که ای از بین رفتن متاسفانه ای البته بگم خوشبختانه یک معجزه وجود داره که در تمام بدن وقتی اعضایی به هر صورت از بین میره دوباره ای قدرت وجود داره، یعنی ای از شاهکارهای خلقت که دوباره ترمیم میشن، ولی متاسفانه در بخش نیورون ها ما این قابلیت نداریم. یعنی انسان ها وقتی که این نیورون ها شروع میکنن به از دست رفتن، شروع میکنن به سیاه شدن و خراب شدن یا بهتر بگیم مردن، متاسفانه دیگه دوباره ترمیم نمیشن. و آلزایمر از همون یک از اختلال هایی هست که مستقیم تاثیر روی جسم میذاره، مستقیم تاثیر روی مغز میذاره و همون قسمت هایی که معمولا مربوط به مموری و حافظه انسان میشن، البته فقط مربوط به اون هم نیستن، خیلی از کسایی که آلزایمر دارن متاسفانه خیلی از بحث های دیگه هم هست، بحث نمیدانم حرکت بدن، نداشتن تعادل، همه اینا میتونه بگیم که اینا هم شامل از اون مسئله، ولی بخش اعظمش برمیگرده به همون از دست رفتن حافظه. شما به عنوان یک عصب روانشناس بالینی در این حالی که تمرکز اصلی شما بر روح و روان آدمی هست، در این حال به دلیل همون پیوستگی که رشته شما داره، مثلا در مثالی که شما زدین بر
تأثیر آسیب‌های روانی بر فیزیک باید یک دستی بر آتش در او قسمت هم داشته باشیم به نوعی، درست است، تا بتانه عمیق‌تر در همون ساحه روح و روان آدمی به اصطلاح مطالعه کرده و بعد به درمان بپردازه. دقیقاً چرا اصلا این کورسی که در حال حاضر ما داره میخوایم، چرا اصلا بخش کاگنیتیو نیوروساینس را هم آوردن شامل ازی کردن؟ یکی از مهمترین بحث های مسئله که کاملا این بحث یا این اختلالات از دیدگاه های متفاوت، از بودهای اسپکت های خیلی متفاوتی باید مورد بررسی قرار بگیرن. فرض بر مثال او کسی که در سنین خیلی پایین تر بیماری مثل بیماری آلزایمر میگیره، خب ای از لحاظ نیوروساینسی باید سرچ و تحقیق شوه و از لحاظ ازی که برمیگرده گذشته و همو بیولوژی خود از او فرد، بحث ژنتیک از او فرد، بحث حتی خانواده از او فرد، حتی بحث تحصیلات از او فرد هم حتی به میان میآید. اینطور البته اینطور نیست که کسی که تحصیلات بالاتری داشت حالا یه سری از بیماری‌ها یا اختلالاتی که مربوط به عصب میشه اونا رو نمیگیره، ولی میتونیم بگیم که خیلی از مسائل، بحث رفاه اجتماعی او فرد، بحث همه که گفتم تحصیلاتش، اینا همه میتونن خیلی در روند کمک کردن به این که به یک سری از اختلالات فرد مبتلا نشه میتونن خیلی کمک باشن. یک سوال دیگه در همین، برای که با تخصص شما بیشتر آشنا شویم، شما در روند درمان زمانی که میخواین از امون منظر تخصص خودتان به درمان بپردازن، جمع‌آوری معلومات که ارتباط داره با روح روان آدمی یکی از به اصطلاح کارهای معمولی است که شما انجام میدین، ولی در عین حال هرچی دیتا و معلومات در زمینه‌های دیگه، مثلا حتی خورد و خوراک و فعالیت‌های فیزیکی، کار، مثلا وضعیت اقتصادی و این طور چیزا هم باشه، امنیت در اون جامعه، بیکاری، کار، اینا هم تأثیر داره دیگه، این کار رو هم انجام میدین دیگه، نه؟ دقیقاً انقدر ای بک‌گراند انقدر دور هسته که حتی از فرد پرسیده میشه که آیا در طول 2 سال اول زندگی یا از وقتی که به دنیا آمدی آیا از شیر مادری فرد استفاده کرده و یا از شیر خشک یا دیگه از مثلا آپشن‌های متفاوتی که وجود داره. یعنی انقدر دیپ، انقدر گذشته از او فرد باید با تمام از او هیستوری که وجود داره، با تمام از او بحث ها، اتفاقاتی که برای از او فرد افتاده، تراماهایی که برایش اتفاق افتاده، همینطور گفتم میزان او رفاه اجتماعی که داشته، او دغدغه های فکری که داشته، همه اینا در کنار همدیگه حالا در طول 2-3 جلسه طول میکشد تا یک راپور کلی از او بیمار مثلا گرفته شده تا اینا بتانن یا کسایی که حالا در این بخش کار میکنن بتانن او تشخیص دقیقی که ممکن هست او تشخیص دقیق رو بتانن بدن که حالا منبع بیماری یا دلیل بیماری از کجا بوده، سرشی از کجا بوده و درصد پیشرفت بیماری مثلا چقدر بوده. البته فقط با این سوالات امکان پذیر نیست، خیلی خدا رو شکر تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که خیلی از دستگاه های متفاوت MRI، دستگاه های بخش عکس برداری از مغز هسته، بحث EEG یا مونوار مغز، اینا همه میتونن دست به دست هم دیگه کمک کنن تا یک تشخیص صحیحی در رابطه با تشخیص لول او اختلال یا بیماری حالا او پزشکان بتانن مثلا دست پیدا کنن و در کنار از او بتانن بهترین راهکار ممکن برای تداوی. بعضی از بیماری های اختلال تداوی داره، بعضی های دیگه اصلا نداره و حتی اگر تداوی نمیشه، برای جلوگیری از پیشرفت بیاندازه از او بتانن بهترین راهکار ممکن برای از او بتانن ارگانایز کنن، مدیریت کنن و بتانن برایش انجام بدن. سپاسگزار. بار دیگر سپاسگزار از اینکه شما را در این برنامه دارم. یکی از مباحثی هست که من شخصا بسیار علاقه دارم و مطمئن هستم بسیاری هم از بینندگان علاقه به این بحث دارن و
چه امروز و چه روزهای آینده، هفته های آینده، ماه و چه بسا سالهای آینده باز هم برمیگردن و این برنامه ما و شما رو میبینن. موافق هستن من برنامه خودمان را، قسمت اصلی را، اول با طرح موضوع شروع کنیم که موضوع چی هست و بعد بریم به درک ما، درک خودمان را از واژه ها و اصطلاحات کلیدی که استفاده میشه در این برنامه، درک خودمان را کامل بکنیم، بشناسیم این واژه ها را، اصطلاحات را تعریف کنیم اینا را، و بعد بریم به تأثیر روانی تروما و تبعیض تاریخی بر روح و روان و جسم آدمی بپردازیم و بعد از او هم تأثیر عوامل اجتماعی بر ساختار و عوامل اجتماعی و ساختاری بر سلامت روان و بعد داینامیک فرهنگی و بین فردی را بررسی بکنیم که خب در این برنامه و بعد همون رقمی که گفته شد در مقدمه در برنامه های بعد به شکل جزئی تر سراغ همون بیماری ها یا آسیب های روانی میریم، تک تک اینا را همون مهمترین هایش را بررسی خواهیم کرد، ویژگی هایش و در آینده به همین شکل به تأثیر اونا بر فیزیک و بعد روند خود درمانی به چه شکلی خواهد بود، جمع درمانی و قطع کردن زنجیره تراما. اگه موافق باشیم به این شکل برنامه رو پیش میبریم. بله بفرمایید. خیلی هم عالی، واقعا من واقعا جا داره که شما تشکری کنم. من خودم شخصا بارها خیلی از دوستاییم که در کشور ایتالیا، دوستای جدیدی منظور، کسایی که حالا از این کشور هستن یا کشورهای متفاوتی دیگه، از ما پرسیدن یک از این همه تلاش یا این همه هدفی که این آخری هدف دیسیپلین آخری که شما دوست داری که انجام بدی و برای زوی اقدر تلاش داری چیه؟ و من همیشه این بحث را مثلا پیش کشیدم و در اینا گفتم که کشورهایی مثل کشور ما خیلی متفاوت با کشورهای برحالی که حالی مثلا مثل کشورهای اروپایی خیلی متفاوت هستن. دسترسی ما به یک سری از بیسیک ترین نیدها، یعنی نیازهای اولیه‌ای که مثلا فرض بر مثال برای یک سوال خیلی عادی ما دسترسی، واقعا خیلی از ماها دسترسی وقتی در افغانستان بودیم دسترسی به اینترنت حتی نداشتیم. ما یک سوال تخصصی که داشتیم واقعا اون سوال می اومد تو ذهن ما، نه اینکه ما آدمای کریتیوی نباشیم، خلاقی نباشیم، می اومد، ولی وقتی که هیچ پاسخ برازو پیدا نمی کردیم او همونجا متاسفانه به قول معروف در نطفه ختم شد و هیچ راهی وجود نداشت که ما بتانیم یک سری سوالات، یک سری بحث هایی که وجود داره ایر بتانیم جوابی برای از اینا پیدا کنیم. من بارها گفتم و اینجا هم از این تریبون هم دوباره اعلان میکنم، یکی از بزرگترین اهداف از من، یعنی بزرگترین آرزوهایم این مسئله هست که روزی بتانم همین علمیتی که سالها برای از زحمت کشیدم، سالها برای از واقعا خیلی دوندگی ها، خیلی تلاش ها، خیلی بحث های متفاوتی یعنی بوده و این درایت رو داشتم که تا اینجا برسم، دوست دارم این انتقال بدیم از هر تریبونی، از هر راه ممکنی. و واقعا وقتی که قرار بر این شد که با شما در این برنامه ها بتانم اشتراک کنم و بتانم با شما همکار باشم، واقعا خوشحالیم. این یکی از دریچه هایی میتونه باشه برای رسیدن به هدف خودم شخصا، چون ما خیلی وقتا حتی نزدیکترین کسان ما، کسانی که واقعا جمله خانواده درجه اول هم محسوب میشن، خیلی وقتا فرصت ازیر ما نداریم در مورد اون چی که ما در طول سالها در دانشگاه ها، در طول سالها در محیط کاری که انجام، کارهایی که انجام دادیم، اینا رو کسب کردیم، این علمیت رو فرصت ازیر نداریم که انتقال بدیم این علم رو. و به نظر من واقعا همچین فرصت هایی یک فرصت طلایی برای من و امثال من که واقعا ای چی رو داشتن، ای بک‌گراند رو داشتن، یک بک‌گراند یعنی در مورد یک موضوعی تخصص زیر دارن که بتونه در مورد موضوع مطمئن حرف بزنن. و من از شما سپاسگزاری میکنم. در حال ما خیلی واقعا خوشحال هستیم که شما میایین همون رقمی که گفته شد
خب در کنوانسیون، در ماده دوم کنوانسیون ژنوساید، در کنار آسیب‌های فیزیکی، ضربات شدید فیزیکی، آسیب‌های شدید روانی هم یا تروما هم به جز مواردی میشه که نسل کشی محسوب میشه. شما میدونین که خانم هاجر، میدونین که مردم هزاره مردمی هستند که با انواع و اقسام جنایات سازمان یافته روبرو بودن. این شامل نسل کشی هست، نسل کشی فیزیکی، بیولوژیکی و اصطلاح هست شدن این مردم، نسل کشی فرهنگی شدن، یعنی به شکل‌های مختلفی هدف قرار گرفته شدن، آثار تاریخیشون تخریب شده مثل پیکره‌های سلسال و شهمامه، نام مکان‌هایشون عوض شده، مکان‌هایشون غصب شده، زمین‌هایشون و نام‌های اینا عوض شده، حتی ممنوعیت شدیدی برای تمرین بعضی از رسوم و سنت‌های که از گذشته نسل در نسل با خودشان آورده بودن، ممنوعیت شدید وضع شده که اونا مثل نوروز مثلا که او را جشن نگیرن، و در کنار اینا حتی بردهداری را هم اینا شاهد بودن که در ما میبینیم که در اخبار دهه آخر قرن 19 در خبرهای بین المللی میآید که 10,000 مثلا به عنوان برده فروخته شدن، یا این مردم تبعیض سیستماتیک در تمام دوره ها و همیالی هم شاهدش هستن. خب ما با مردمی سر کار داریم که قربانی انواع و اقسام جنایت های تاریخی و ادامه دار هستن که همچنان شاهدش هستن. چرا پرداختن به مسئله یا عمیق شدن در مسئله وضعیت روحی و روانی چنین مردمی اهمیت داره؟ یکی از مهمترین بحث‌هایی که در این رابطه هسته این مسئله ای که ما وقتی در این موضوع میپردازیم، وقتی میایم این را موشکافی میکنیم که چرا و از کجا به اینجا رسید و چطور این تبعیضات سیستماتیک اتفاق افتاد و آغاز از این کجا بود، همه اینا اهمیتش به خاطر از این مسئله است که هرچی آگاهی ما به عنوان نسل جدید، نسلی که شاید بعضی از ما یا همون کسایی که در نسل ما هستن، بعضی های ما شاهد این تبعیضات بودیم و بعضی های ما از راه دور فقط شنیدیم میگه پارن. بعد او کسی که شاهد هسته به مراتب آگاهیش حتما به مراتب بیشتر از او کسی هست که فقط شنیده که اوکی یک سری از داستانهایی که طریق بزرگان از طرف فامیل خانواده دست به دست چرخیده و اینا فقط شنونده از اون مسئله بودن. ولی خیلی از کسایی که حالا در این موضوع آگاهی ندارن، به نظر از من رسیدگی یا موشکافانه بررسی کردن از این موضوعات میتونه که یک آگاهی بده به کسانی که یا در دسترس نبودن یا واقعا اطلاعات عمومیشون در این رابطه کمتر بوده، و یا اینکه به عنوان یک فرد هزاره واقعا وقتی که در مورد این موضوع میای بحث میکنه هیچ آیدیایی یا هیچ بک‌گراند یا هیچ هیستوری یک نقش در ذهن از اینا به وجود نمیآید. به این دلیل تا جایی که من فکر میکنم، احساس میکنم که حتی از دیدگاه روانشناختی هم که بخوایم این رو تحلیل کنیم، در خیلی از موارد میتونه خیلی کمک کنه برای بهبود حال برحال همه کسایی که همه تراماها را، همه تبعیضات سیستماتیک را دیدن و با اون مواجه بودن و یک سری از اختلال هایی که برحال در زندگیشان موجود هستن، تأثیر همو تبعیضات بوده، تأثیر همو نسل‌کشی هایی که پیش چشم خود دیدن، تأثیر همو چیزا را حالی برحال در هر جای دنیا که بخواین زندگی کنن فرق نمی کنن، ولی او تأثیر تو زندگی خود خود میبینن و این ناخواسته ای آگاهی داشتن در رابطه با این موضوعات به ما اجازه را میده که در مرحله اول بتانیم بفهمیم که او کسی که میایه از این دریچه صحبت میکنه، کسی که میایه یک رفتاری از خود نشان میده، در پس زمینه از این رفتار بیاییم رو درک کنیم که به چه دلیلی این فرد این حرف رو میزنه، به چه دلیلی این رفتار از خود نشان میده، و ما به عنوان کسی که فرض بر مثال گفتم، به عنوان کسی که شاید
بعضی از وقتا دورا دور شاهد از این مسائل بودیم، به دلیل مهاجرت هایی که داشتیم، به دلیل حالا شاید خیلی کسا حتی مهاجرت هم نداشتن ولی تو جامعه وجود، یعنی تو جامعه حضور نداشتن، بیشتر حالا کنارگیر یا انزوا را پیشه کردن. این میتونه کمک کنه که بتانیم با فهم بیشتر یا آگاهی داشتن بیشتر بتانید این افراد هم کمک شوه که حداقل اول تشخیص، دوم تداوی یا اون پروسه حالا درمانشان را پیش بگیریم. درست. شما به درمان اشاره کرده، کمک میکنه آگاهی در و صحبت در این موارد کمک میکنه به پروسه درمان. ما خب من شخصا معتقد هستم که زمان اگر شاید اگر مردمی غیر از هزاره با این انبوه جنایات سازمان یافته مواجه می بودن و دوامدار می بودن، شاید تا حالی نیست و نابود می شدن و از صفحه تاریخ اصلا حذف می شدن. این نشان می ده که یک بخشی دیگه در عین حال در درون جامعه هست و از جمله در بخش روح و روان مردم که مقاومت می کنه، در برابر تاب می رنه، مقاومت می کنه. و چرا شناختن این قسمت ها هم کمک می کند در مجموع، در کنار مثلا آسیب هایی که به جامعه هزار، آسیب های روحی روانی که به جامعه هزار رسیده، چی رقم کمک می کنه که جامعه توانمندتر شود؟ توانمندی ای جامعه آقای میرهزار برمی گرده در بحث نسل گذشته ما، که کسانی که حالا در چه از لحاظ قدرت، در قدرت در سیاست یا در اجتماع، و چه از لحاظ فرهنگ، کسایی که در نسل‌های گذشته ما وجود داشتن، یعنی فکر می‌کنم اون نسل‌ها بسیار حالا تواناییشان، یعنی بسیار اهمیت داشته برای انتقال صحیح آنچه که اتفاق افتاده. گاهی اوقات گرچن این انتقال حالا فرهنگ، انتقال تاریخ، این هم بعد مثبت خودو داره و هم متاسفانه بعد منفی خودو میتونه داشته باشه. برای من ای که سکند جنریشن ایمیگریشن مثلا ایران بودم، یعنی در حتی پدر مادر از من حتی در ایران بزرگ شدن و ما مثلا متولدین اونجا بودیم، برای ما وقتی که داستانهایی از یک سری از بحث های مثل بحث نسل کشی هزارا، بحث تبعیضی که وجود داشته، برای ما وقتی که این مسائل نقل می شد، تعریف می شد، ما هیچ آیدیای خاصی تا اون زمانی که ما نرفته بودیم در افغانستان نداشتیم. من مطمئن هستم که عده زیادی از افراد، عده زیادی از هم نسلای من مخصوصا وقتی که حالا دوره کرزی آمد و خیلی یاد دوره از کشورهایی که مهاجر بودن برگشتن به افغانستان، خیلی هایشان با تمام وجود، با پوست و گوشت خونشان تانستن درک کنن که این تبعیض چه معنا میده و این چه تأثیری میتونه روی افراد از جامعه یا اقل افرادی که به عنوان اقلیت شناخته شدن، چه تأثیری میتونه روی از اونا گذاشته باشن. شاید من اگر زندگی عادی که فرض بر مثال در یک از کشورهای که مهاجرت کرده بودم همی ادامه پیدا میکرد، شاید من هیچ وقت معنای آنچه که شنیده بودم از طرف بزرگان، معنای واقعی زیر هیچ وقت درک نمیتونستم. من وقتی که وارد جامعه افغانستان شدم، وقتی که آنچه که به اسم تبعیض سیستماتیک وجود داشت، ای را واقعا درک کردم. به عنوان یک زن هزاره وقتی وارد جامعه افغانستان شدم و وارد جامعه آکادمیک و جامعه بازار کاری افغانستان شدم، دفاتر متفاوت، دفاتر اینترنشنال، حتی دانشگاه ها، اون زمان بود که معنای دقیق از این مسئله را درک کردیم. من یک خاطره همینج برای شما در همین رابطه ذکر کنم. من وقتی که دانشگاه کنکور دادم و دانشگاه قبول شدم، اون زمان دانشگاه تعلیم تربیه هراتوری بود که اوکی دانشگاه خود فکلته تعلیم تربیه قبول می‌شدی، ولی معلوم نبود، یعنی خودت انتخاب می‌کردی کدام رشته رو دوست داری بخوانی، بعد از قبولی کنکور انتخاب می‌کردی. و من وقتی که وارد دیپارتمنت روانشناسی شدم، من متاسفانه حالا شاید اینطوری بگم که با یک
تبعیض بسیار چشمگیری که روز اول چشم مرا گرفت و روز اول من متوجه شدم که کجا آمدم، کجا وارد شدم، با او مقابل شدم و متاسفانه ای همون ضربه اولی بود که در همون آگاهی که قبلا من شنیده بودم، ای همون آگاهی رو بیدار کرد. همون یک لایت روشنی بود برای از او که درست گفته بودن، درست شنیده بودیم، فقط مزهش نچشیده بودیم، نمیدانستیم که چطور هست. و ای به مراتب روز به روز هرچی که بیشتر با جامعه مثل جامعه افغانستان، جامعه برحال چیک متاسفانه به مراتب بدتر هسته، به مراتب میتونیم بگیم اوضاع بهتر نشده و بدتر هم شده. حالی در او دوره که ولی ما بودیم چندین سال پیش، شاید 14 سال 15 سال پیش، در او دوره به مراتب کمی اوضاع حالا اگر خوبم نبود خوب جلوهش میدادن. و حالا من میخوام فقط همین رو برسانم که اگر آگاهی نداشته باشیم در این رابطه و اگر ندانیم که واقعا در پس زمینه چه چیزایی بوده، شاید خود همین رفتار تبعیضانه‌ای که باش روبرو میشیم خود از یک تراما برای ما ایجاد شده. ولی وقتی که با یک آیدیایی وارد یک جامعه میشی، یک آمادگی در خود خود میگیری و یک، نمیخوام بگم جبهه گیری، اسم از جبهه گیری نیست، ولی یک توانایی در خود خود انگار یک توانایی بیشتر از آنچه که یک دختر دیگه از قوم دیگه ای وارد این جامعه میشه، من یک قدم باید از او قوی تر باشم، من یک قدم از او باید آگاه تر وارد از این جامعه شوم. در صورتی که این آگاهی نباشه، در صورتی که این فهم پیشا پیش جا نیفتاده باشه، ممکنه که واقعا منجر به خیلی اتفاقات حالا بدتری بیفته. یعنی که ممکنه این نمونه ای که داستانی که من تعریف کردم ممکنه منجر به ترک تحصیل شوه، گوشه نشینی، انزوا، دیگه تو جامعه وارد نشدن و خیلی بحث‌های دیگه. و امروز من اینجا خودم نمیداشتم، یعنی حالی به همین لولی که بر حال هستم شاید همونجا استوب میکردم، که خیلی کسا هم واقعا در همین داستان، در اینطور داستان ها، در اینطور اتفاقات خیلی ها هم نتونستن دوام بیارن و استوب کردن، ترجیح یا بهتر بگم فرار بر قرار ترجیح دادن. سپاسگزار از اینکه شریک کردن او خاطره را با ما. خب من مطمئن هستم بسیاری از ما مردم خاطرات مشابهی دارن، چه کسایی که مهاجر بودن بعد دوباره برگشتن و تجربه کردن به اصطلاح او تلخی را، به اصطلاح او تراژدی های شدید را گاه داریم. و سپاس از اینکه بار دیگر که شما را دارم در این برنامه. شما خب تأثیراتی که این تبعیض‌های سیستماتیک، جنایات سازمانی یافته علیه روح و روان علیه هزاره یا بر ضد روح و روان یک شخص هزاره داره، خب باعث میشه آسیب‌های فراوان، تراما و آسیب‌های مختلفی را ایجاد بکنه. حالا از طرف دیگه اما افراد گاهی میشه که کسایی که آسیب دیدن نمیخواین قبول بکنن، بپذیرن که آسیب دیده هستن و نیاز دارن به حمایت، نیاز دارن که توجه خاص داشته باشن به روح و روانشان. چرا؟ مثلا اگر یک زکام ساده، سرماخوردگی ساده اگه داشته باشن همو هم اذیت میکنه، او را مثلا به رسمیت میشناسن، قبول میکنن که حالی مریض هستن. ولی آسیب های حتی گاهی آسیب های شدید روحی روانی میبینن ولی نمیخواین که قبول بکنن. چرا؟ علتش چیست این قضیه؟ و آیا سوال قسمت بعد همین سوال ایست که آگاه شدن به مسئله، قبول کردن، پذیرفتن ای که آسیب شدید روحی روانی وارد شده و نیاز به درمان است، چه کمکی میکنه به شخص، به فرایند درمان و بهبود نفر یا فرد آسیب دیده؟ ما در اینجا یک ضرب المثل داریم آقای میرحزار، میگن که کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودت خواب زده او رو نمیشه بیدارش کرد، و مخصوصا وقتی که در نقش خود فرو رفته باشه. در رابطه با مسائل مثل ای بحث ها، چرا که تبعیض سیستماتیک
ای بحث نسل کشی که اتفاق افتاد، ای تراماهایی که به طور مکرر با اتفاقات متفاوت از جمله بحث ترورهایی که بوده، انتحاریهایی که بوده که متاسفانه تارگت اصلی همین مردم ما بوده متاسفانه، اینا همه دست به دست همدیگه همینطور آسیبهای سیستماتیک را منجر شده که ای آسیبها در صورتی که افرادی که به هر طریقی یک ربطی پیدا میکنه در همی تراماها، یک ربطی پیدا میکنه در همی مسائل، میخواد یا خود از او فرد شاهد یک اتفاق بوده باشه و یا اینکه در یک سری از اتفاقاتی که اتفاق میفته کسی را از دست داده، عزیزانی را از دست داده و یا اینکه حتی در او عرصه نبوده، جز نسل بعدی بوده که شاهد یک مادر مریض، شاهد پدر مریض هسته که او پدر و او مادر شاهد از او قضیه بودن، ولی درست نسل گذشته شده بوده، ولی باز هم میبینیم که ای به طور نسل به نسل ای آسیب ها اگر درست درمان نشن ای نسل به نسل همینطوری میچرخه و نسل به نسل پیش میرن و متاسفانه بخش عظیمی از مشکل از ما این مسئله هست که خیلی از وقتا بیماری جسمی را خیلی از خانواده ها، خیلی از افراد، فرقی هم نمی کنه که میخوای از مردم از ما باشه یا کسی دیگه یا از هر جای دیگه، بیماری های جسمی را جدی میگیرن. وقتی معده درد دارن جدی میگیرن قضیه را، وقتی که هر درد دیگه در بدن چون هر جایی از جسمشان باشه او قضیه برایشان اهمیت داره، ولی که شب تا صبح را نمیتونن بخوابن و نشخوار فکری دارن این رو جدی نمیگیرم. اوکی در نظرشون میای اوکی امروز چون این کار انجام دادم یا اینی طرف فلان چیز مصرف کردم، فلان غذا رو خوردم یا بد غذا شدم محمدم، در صورتی که همین نشخوار فکری یک وسواس فکری ما میتونیم اسمش رو بذاریم که خود از یک اختلال شمرده میشه. به چه دلیلی؟ و در صورتی که اینا از طرف خود فرد شناسایی نشه، حتی افرادی که در اطراف از او فرد هستن که به هر طریقی دایرکتلی این دایرکت مستقیم و غیر مستقیم آزارهایی میبینن، همه دخیل هستن ولی هیچ کسی به غیر از خود و فرد نمیتونه کمک کنه. یعنی بحث می هست که باید با آگاهی کامل در خود یا با همون خودشناسی برتری که ما میتونیم از خود داشته باشیم بتانیم تشخیص بدیم که چرا امروز حال دل از من خوب نیستم. نه اینکه فقط حال دل تو خوب نیست، بحث اینه که چرا من آدمی بودم که در سال گذشته، در 6 ماه گذشته کسی بودم که آدم کاملا اجتماعی، بین هر اجتماعی که دعوت می‌شدم لذت می‌بردم از حرف زدن با مردم، ولی چرا توی از این 4 ماه اخیر من نمیتونم این لذتی که قبلا می‌بردم این برای بی‌مفهوم شده. وقتی کسی به من زنگ می‌زنه دوست ندارم تلفن خود جواب بدیم. خب این چه دلیل داره؟ همین شروع خیلی از بحث های متفاوت هستن، شروع مثلا یکی از نمونه هایش که میتونیم نام ببریم افسردگی. بحث افسردگی انقدر موزیانه، انقدر یک اختلافه که انقدر نرم و لطیف وارد زندگی میشه که فرد خیلی وقتا اصلا نمیدانه که دارای یک نوع از افسردگی، ما انواع افسردگی داریم، او دارای یک نوع افسردگی هستن و باید بتانه یک راه تداوی، یک راه درمانی بر خود رو پیدا کنن. و آگاهی نداشتن متاسفانه از این اطلاعات، از این اختلالات یا کلن از حال خودمان باعث از این میشه که امروز که حال ما ایتا هسته، این مشکلات هسته، امروز به فردا مکول کنیم اوکی همه چی درست خواهد شد، ولی واقعا همه چی درست نخواهد شد. یعنی تا وقتی که درمان نشه همین افسردگی ساده‌ای که میای اول سراغ انسان به هر دلیلی، ممکنه که یک اتفاقی افتاده باشه، ممکنه که فشار جامعه باشه، ممکنه که ورود در یک جامعه جدید باشه، هر دلیلی میتونه داشته باشه، همین اگه درمان نشه و تبدیل به یک نوعی از افسردگی به مراتب شدیدتر که او پروسه درمان چی به مراتب سختتر و زمان برتر میتونه باشه. بحث ما این است که تا جایی که امکان داره برای کسایی که مثل ما، مثل شما که توانایی از این رو داریم که بتانیم در اطرافیان خود ای آگاهی رو برسانیم که اختلال روانی
هیچ مشکلی ندارم، هیچ اسم بدی روی این قضیه نیستم. یعنی مثل همیه که من امروز دستم درد میکنم و به خاطر دست درد خود رفتم در دکتر، ولی کن او کسی که میایه برای از یک مشکل در دیدگاه از او یک چجور بکنم بحث امو استیگما هستن، برچسب زدن هستن، میترسن از اینکه بگن ما امروز ما افسرده هستم، از اینکه بترسه که بگه که خانومی که بگه که حرف ما افسرده هستم، در چند وقت بسیار مثلا خوابم زیاد شده، یک سر دوست دارم که بخوابم، ولی اترس از اینکه یه وقت شوهر از او خانم خانوادهشی پدر مادر هر کسی دیگه بگه ای از سر تنبلی شاید باشه، ای از سر از همین ترس ها، از همین بچه های کوچک عادی که موجود هستند بین خانواده ها بسیار هم رایج هستن، از همینا میترسیم و خود پس میکشیم و همین پس کشیدنه که به مرور میتونه اوضاع را وخیمتر و وخیمتر کنه. متاسفانه درست است. پس بسیار اهمیت داره که شخص وقتی که یک حالت غیرعادی مثل احساس مریضی بهش دست میده، صرفا فیزیک را متوجهش نباشه، بلکه ممکنه علت این حالت روان انسان هم باشه و باید بپذیره که روان هم میتونه دچار آسیب شوه و برای درمان از او اقدام بکنه. البته ایره من بگویم که متاسفانه بسیاری از مردم ما دسترسی ندارن، حتی به همی برنامه ممکنه دسترسی نداشته باشن و بسیار سخت است که ما بیایم و آموزش بدیم، روشنگری در مورد داشته باشیم. و من از بینندگان خودمان همینجا میخوایم که کوشش بکنیم، یعنی همه ما با هم دیگه در گستراندن این آگاهی دست به کار بشیم و متوجه در امو شبکه هایی که هر کدام ما داریم، در حلقه فامیل، خانواده، فامیلی که داریم در مورد صحبت بکنیم و بگوییم که این بسیار روح و روان آدمی بسیار اهمیت داره و ما حق داریم که روح و روان سالمی داشته باشیم، همون طوری که جسم سالمی باید داشته باشیم. دقیقا همین. که من یک چیز دیگه اضافه کنم که واقعا این بحث این حرف شما رو کاملا تایید میکنم، در گردن همه ما و شما این حالت یک دنگ داره که وقتی که یک سری اطلاعات مفید را ما دریافت میکنیم، باید این را به زبان ساده تر به کسایی که بر ما عزیز هستن، کسایی که اطراف ما هستن ولی دسترسی به این قضیه ندارن، دسترسی به این آگاهی ها، این نالج مثلا ندارن، این واقعا یک من احساس میکنم که یک چیزی شبیه یک امانت هست که باید دست به دست بچرخه. در صورتی که کارو نکنیم واقعا یک ضعف من فکر میکنم در خود ما وجود داره که چرا این کار انجام نمیدیم. خیلی وقتا خیلی از اتفاقاتی که میفته، فرض بر مثال یه سری از موضوع هایی که واقعا موضوع خیلی سنگین از لحاظ علمی هست، در دانشگاه وقتی تدریس میشه خیلی وقتا من در پدر مادر زنگ میزنم و برایشان سعی میکنم در ساده ترین زبان ممکنی که هست برایشان توضیح بدم. در صورت مثلا ورزش نکردن ای مثلا پیامد وجود داره، در صورتی که شما در سن مثلا 50 در سن 60 سالگی هر نوع خوراکی که مثلی که در دوره 20 سالگی و 30 سالگی می‌خوردین، اگر اینطور قضیه پیش بره ممکنه که سری پیامدهایی بر شما داشته باشه. اونجایی که خواهر من، برادر من یا دوست من به من زنگ می‌زنه و میگه که من این مشکل دارم یا این بحث دارم، یا گفتم بر شما خیلی از اختلالات وقتی که اتفاق میفته حتی خود شخص آگاه نیست از اون اختلال، ولی مکانیزم های دفاعی بدن شروع میکنه در دفاع کردن، مثل قضیه خوابیدن، خواب زیاد در افسردگی، مثل قضیه کسایی که میبینید خیلی زیاد پرخوری میکنن در استرس، اینا همه از نشانه های مکانیزم دفاعی هست که بدن یا مغز شروع میکنه همه با هم دست به دست همدیگه که بتانن در فرد کمک کنن، در صورت که شاید کمک نباشه و یعنی راهکار نباشه، ولی خب همین چیزی که از لحاظ عقلی حالا در ذهن انسان میرسه همین قطع هست و همین کار رو میتونن انجام بدن. و در کنار از او همین که بتانیم، یعنی این علمیت را هر آنچه که ما میشنویم، چون ما دسترسی ما امثال ما و شما خیلی کسای دیگه که مخصوصا در این کشورها زندگی میکنیم،
دسترسی ما به مراتب اینترنت و خیلی از بحث های دیگه بیشتر هستن، اطلاعات عمومی ما بیشتر هستن، خیلی عالی میشه. واقعا این حرفتان کامل تایید میکنم که این آگاهی رو برسانیم دست به دست. من فقط یک سوال دارم، این مورد میخواستم از شما بپرسم، ای که وقتی که ما یک زنجیره ای از روشنگری یا آگاهی را ایجاد بکنیم شخص به شخص، مثلا در موردی بیایم اطلاع رسانی بکنیم، آگاه بکنیم افراد را، چون بحث کاملا گاهی وقتا تخصصی هست، شما تخصصش دارین و بعد در این زنجیره اگر معلومات درست منتقل نشه و در جریان ساده سازی برای که مخاطب متوجه قضیه شوه بیایه و طور دیگه، اصلا ما مثلا در این زنجیره در حلقه سوم چهارم از این میبینیم ممکن یک طور دیگه عملا موضوع تر شود. در این مورد چه کار باید کرد که اطمینان پیدا کرد که معلومات وقتی که در این زنجیره قرار میگیره در شبکه های مختلف نشر میشه، به مردم آگاهی داده میشه، درست باشه و خطا در اونجا نباشه که باز خودش منجر به آسیب دیگری نشود؟ پیدا کردن یک ریفرنس قوی. مثلا من یکی در رابطه با مسائلی که مربوط هست به بخش نورولوژی اطلاعات دقیقی مثلا ندارم، من به عنوان یک فرد دلسوز که وقتی کسی سوالی در این رابطه از من میپرسه، من درسته که یک بخش های از این شاید من بدانم، ولی ما مطمئن هستم چون تخصص ما در ماجرا نیسته، خیلی با صداقت کامل باید این موضوع را مطرح کرد که واقعا این تخصص از من نیسته و من ترجیحا شما را ریفر میکنم در کسی دیگه ای. حالا این میایم از دیدگاه یک کسی که فرض بر مثال خودش در ایران زندگی میکنه، پدر مادرش در غزنی افغانستان هسته، یک سری سوالات میپرسه، بهترین کار از دیدگاه از من همین مسئله هسته که وقتی میایم اطلاعات را بخوایم انتقال بدیم، این اطلاعات در صورتی که مطمئن هستیم خب این اطلاعات میدیم، در غیر این صورت همیشه یک ریفرنس قوی در همون محوطه ای که او فرد زندگی میکنه وجود داره. فرض بر مثال همون مناطق متفاوتی الان در ولایت های افغانستان موجود هست که روانشناسان زیادی در حال کار کردن هستن. در طول سالهایی که من در شهر هرات کار میکردم، حتی در قریه‌جات هم ما روانشناسان را هفته یک بار میفرستادیم. از طریق حالا پروژه ها دفاتر متفاوت یک سری از بحث های مثلا پروژه های تطبیق میشد که قریه‌جاتی که واقعا دوردست بودن و هیچ آیدیایی ایدهی در رابطه با اختلالات روانی نداشتن، وقتی ما میرفتیم و برای از اونو توضیح میدادیم، واقعا یک کتله عظیمی از بیماران را کشف میکردیم، چجور بگیم، یعنی تشخیص میدادیم که چقدر شدت چون زیاده. ولی متاسفانه خیلی از بحث های متفاوت، یکی از بدترینش بحث همون برچسب زدن یا استیگما، اصلا برای همون پروسه تداویشان هیچ قدمی بر نمیداشتن. پس بهترین حالت برای آگاهی دادن همین مسئله پیدا کردن یک ریفرنس دقیق و متخصص در همون رابطه. درست است. این مسئله برچسب زدن بسیار جالب است. من در شبکه های اجتماعی گاهگداری میبینم وقتی که افراد با یک دیگر موافق نیستن، اولین کاری که میکنن مثلا میگن بیمار روانی است، یک دکتر برو مثلا مراجعه بکنی، یعنی سکوت بکن، در این مورد هم گپ نزن و برو در پیش دکتر. این بسیار میبینم شایع است در فضای اجتماعی، شبکه های اجتماعی، و حتی من دیدم آدم هایی که برجسته هستن، مثلا در یک مورد یکی از شخصت های مشهور بین المللی، من در مورد جنساید می نوشتم و سوال می کردم ازش که چرا او آدم یک متضاد رفتار می کنه، و او میگفت که چیز است، تو برو مثلا تو باید بری پیش یک دکتر، و من بهش گفتم اتفاقا بایدم پیش یک دکتر برم، چون وقتی که من از جنوساید صحبت دارم میکنم،
یکی از تأثیرات ژنوساید، یک بخشی از عملهای به حساب نسل کشانه همیست، آسیب روانی هست. به واقع هم باید برم به پیش دکتر روانی. و خب جالب است، یعنی در حقیقت باز ما مردمی که با در مواجهه با این جنایات سازمان یافته قرار گرفتیم باید عملاً به رسمیت بشناسیم تا بتونه کمک بکنه با ما که بریم و به فکر درمان هم باشیم. علم روانشناسی آقای میرحضار، علم روانشناسی علم جدید و خیلی نوینی نیست که همین 4-5 سال اخیر یا 20 سال اخیر به وجود آمده باشد، ولی متاسفانه توی بعضی از جوامع از جمله جامعه افغانستان خیلی جا نیفتادن و خیلی کسایی که این رشته رو میخوانن به خیلی از چالش های متفاوتی برخورد میکنن که این برچسب ها شامل حال همو آدم هایی که زحمت میکشن و این راسته سال های عمرشان رو میگذارن که بتانند یک کاری، یک عملا یک دستاوردی داشته باشن یا یک بار یک دوش کسی بتانند بردارن، همینا هم متاسفانه حتی حمایت که نمیشن هیچ، خیلی وقتا انواع برچسب ها هم در اینا زده میشن. و ما از همین تریبون درود میفرستم در همه روانشناسایی که در دوره هایی که ما ایدش در انتخاب میکردیم ولی مواجه میشدیم متاسفانه با خیلی از آیدیا های ضد و نقیصی که در رابطه دما زده میشد و اون همه تلاش ما برای یک لحظه از دیدگاه دیگران ضرب در صفر بود. ولی خب امروز واقعا خوشحالیم که این رشته رو میخوندیم. بسیار خب، موافق هستن بریم و بعضی از این کلمات، لغات، واژه های کلیدی را یا اصطلاحات را بیاییم تعریف بکنیم تا وقتی که ما پیشتر باز میریم و بحث میکنیم در موردشان اشاره میکنیم، ذکر میکنیم اینا را، یک شناخت بدانیم این واژه ها چه معنایی داره که باز محتوای صحبت های شما را بهتر درک بکنیم. در ابتدا ترومای جمعی چیه؟ خود تروما چی هست و ترومای جمعی چطور هست و این ترومای جمعی به چه شکلی میتونه بین جوامع آسیب دیده مانند جامعه هزاره خود نشان بده و آشکار شود؟ خب از این شروع میکنیم، خود تروما اصلا چی هست؟ تروما، ما میتونیم بگیم که تروما دقیقا همو آسیبی هست که بعد از یک اتفاقی برای روح و روان از او فرد میفته که این اتفاق میتونه مثل اتفاقاتی مثل یک حادثه تصادفی باشه، مثل زلزله، سیل، جنگ، میتونه از این موارد باشه و میتونه که نه، یک سری بحث های متفاوت تر از این باشه، مثل قضیه پروسه اقلیت بودن، دیدن یک سری تبعیض های سیستماتیک توی یک جامعه و یا یک سری تبعیض هایی که ناخودآگاه میای میکس میشه با خیلی از مسائل دیگه که وقتی که اینا به مرور زمان اتفاق میفته باعث از این میشه که فرد، ما دایو بگیم که اوکی حالا این تروما برای این فرد اتفاق افتاده. ترمای جمعی هم معمولاً یه سری از بحث هایی که مربوط میشه در تغییرات در رفتار جمعیت. فرض بر مثال، من به عنوان فردی که یک فرد هزاره، یک زن هزاره وقتی در یک جمعی وارد میشم که این جمع من اقلیت هستم، پس رفتاری که در اون جمع اتفاق میفته با همه یک طور دیگه ای هستن ولی با ما به عنوان یک اقلیت یک طور دیگه ای با ما رفتار میشن و همین میتونه یکی از بحث های تروما باشه که باعث تروما باشه برای از من. که وقتی که ما میایم در مورد تروما حرف میزنیم متاسفانه خیلی از وقتا هیچ تشخیص نمیده فرد و کسی که این اتفاق برایش افتاده، هیچ تشخیص نمیده و احساس میکنه اوکی این کاملا یک چیز نرمال هست
این تبعیضی که مثلا نمونه قبلی که به شما گفتم وقتی وارد یک جمع که کسای دیگه ای هستن و من تنها اقلیت از اون جمع هستم، من این ناخودآگاه طبق همو بحث گفتم به شما سری آگاهی هایی که گاهی اوقات و آگاهی ها هم میتونه غلط باشن به ما رسیده و ما او آگاهی غلط رو هم جایگزین کردیم در داخل یک سری از معیارها و استانداردهایی که فکر میکنیم به عنوان یک دانش میتونیم از او استفاده کنیم. وقتی که این رفتار غلط را من از طرف دیگران، از طرف این نه که غلط، رفتار متفاوت را وقتی میبینم، فکر میکنم من به عنوان اقلیت حقم همی هستم که این رفتار با من شده. این برای من مثلا جا افتاده اوکیه برای، در صورت که واقعا این مثلا اوکی نیستم. بخش دیگهش بخش همو وقتی که ما میریم در مورد یه سری از تراماها حرف میزنیم، بحث انواع افزایش اختلالات روانی هست توی بخش تراما. کسی که تراما برایش اتفاق میفته به مرور زمان اگر حتی نداشته باشه هیچ گونه اختلالی که این معمولا غیر ممکن میتونیم بگیم هسته تو جوامع مثل جوامع افغانستان، کسایی که در اون زندگی کردن یا حداقل یک سری پیامدهایی را از اونجا دارن مثل خانواده هایشان در اونجا بزرگ شدن، اینو میتونیم بگیم که همین اختلالات به مرور زمان حتی اگر نباشه اولا به وجود میآید، دوم اگر باشه هم یک حالتی میشه که باعث افزایش از این اختلال میشه یا شدت از این اختلال میشه. از جمله استراب، ما به عنوان یک کسی که اوکی آمدم وارد همچین جامعه و این تبعیض را با تمام وجود احساس کردم، این استراب همیشه همراه از ما خواهد بود. حتی اگر تو جمعی وارد شوم که او جمع حتی بگیم که جمع خودی ما هست، هیچ مشکلی نداره، هیچ رفتار خاصی قرار نیست که اتفاق بیفته. و این خودم این استراب باز قدم به قدم باعث انواع اختلالات روانی دیگه میشه و در کنار از او باعث یک سری از اختلالات جسمانی میشه که از جمله بحث اختلال پانیک. پانیک رابطه مستقیم داره با قلب ما. اون لحظه ای که پانیک اتفاق میفته واقعا فرد، یعنی کسایی که پانیک را تجربه کردن در این باور هستن، میگن که فکر میکنیم قلب ما از جا کنده میشه. خب این به چه دلیله؟ این از همون استراب های کوتاهی که استراب هایی که به مرور زمان کم کم بوده و یک زمانی به اوج خود خو میرسه که او زمان همون پروسه تداوی کردنشان برای حتی برای متخصصین از او بخش حتی سخت‌تر میشه. پس در این صورت میتونیم بگیم که این تراماها متاسفانه اول که باید ریشه یابی شوه که در کجا ریشه داشته و در کنار از ریشه یابی شان، بس اینجا هسته که وقتی ترامای جمعی میشه، یعنی بین یک جمع اتفاق میفته، یعنی اینطوری هسته که یک سری اتفاقا آسیب هایی هسته که مربوط به یک گروهی از افراد هسته که یک گروه کامل از او دارن عذاب میکشن، پس در این صورت ای باید منشأش پیدا شود. و منشأ که پیدا میشه معمولا تمام سعی کسانی که در این راستا دارن کار میکنن برای است که بتانن یک کمکی، یک فضای حداقل حمایتی برای از او بتانن درست کنن. و در کشورهای پیشرفته یک سری بحثای دیگه، نوع تداویهای دیگه هم وجود داره که بتانن در این افراد بتانن کمک کنن. مثلا ما در افغانستان درمان TMS را نداریم. اگر داریم امیدوارم داشته باشیم، اگر داریم هم به شدت گران هست و واقعا هر کسی نمیتونه. یکی از راه‌های درمانی مثلا برای بحث افسردگی پیشرفته، افسردگی خیلی حاد، همین مسئله است که خودم این افسردگی پیشرفته معمولا از یک سری استراماها، یعنی منشأش یک سری استراماهای درست است. حالا ما در برنامه های بعدی باز وقتی که به مسئله خود همین آسیب های مختلف روانی میپردازیم، در اونجا تمرکز خواهیم کرد بر خود درمانی. خب ما میدونیم تعداد زیادی از مردم ما دسترسی ندارن عملا به مثلا متخصصین و نمیتونن استفاده بکنن و یا هم طوری که شما اشاره کردین گران هست بسیار و نمیتونن. مردم حالی در فقر مطلق اونجا زندگی میکنن در داخل به ویژه. خب این سخت است و روی خوددرمانی، تکنیک های خوددرمانی و بعد تکنیک های جمع درمانی که عملا هزینه چنداری نداشته باشه، هزینه اقتصادی چنداری نداشته باشه تکیه خواهیم کرد. شما یک اشاره کردین که
یعنی برداشت من از گپ شما در مورد تراما، تعریف تراما و بعد ترامای جمعی این بود که میتونه تراما تبدیل به یک عادت هم شوه و زمانی که تبدیل به عادت جمعی مثلا میشه یا حتی فردی و بعد جمعی میشه خطرناکتر میشه دیگه. نه چرا خطرناکتر میشه؟ به دلیل از اینکه وقتی که انتقال پیدا میکنه به نسل بعدی، ای کم کم به مرور زمان بخشی از هویت او فرد میشه. همینطور همون مثالی که بر شما زدم، کم کم عادی میشه برایشی که اوکی این همه حقارت به دلیل مثلا فلان قوم بودن اوکی هستم. من چون از فلان قوم هستم اشکالی نداره که من ای که با یک ماستری وارد کشور شدم، من ای که آمدم 18 سال از عمر خود گذاشتم درس خواندم و آمدم به یک پوزیشنی داخل یک دفتر مثلا اینترنشنال دارم کار میکنم، ولی کسی که در رأس قرار داره کسی هست که صنف 12 فارغ شده. من به عنوان کسی که گفتم به شما که این تروما تجربه کرده و این به طور نسل به نسل اینجوری چرخیده و این شده بخشی از اما هویت از او فرد، برایش اوکیه، خیلی راحت با این قضیه میه کنار میه، در صورتی که نباید این قضیه اینطور باشه. در صورتی که اگر این تروما دمون بحث اولیه‌ای که اتفاق افتاده بوده همون جگه درمان میشد، شاید به نسل بعدی اصلا نمی رسید. یا به عنوان من ای که خودم حتی این اتفاق بر من افتاده برای مثال و اوکی من در فکر درمان، همون بحثی که شما گفتید که باز میرسیم در بحثای خود درمانی، من در فکر خود درمانی نشدم، به مرور زمان یک سال، دو سال، چندین سال، سی و چند سال وقتی که میگذره این میشه بخشی از شخصیت من، پس هیچ اشکالی برای من نداره. این بحث خیلی گسترده آقای میرهزاد. وقتی ما میایم در مورد ازی بحث میکنیم، خیلی از بحث‌های تبعیض‌های جنسیتی میاد پیش. خیلی از اتفاقاتی که میفته، انواع تجاوزاتی که اتفاق میفته، انواع حقارت‌هایی که به دلیل جنسیتی اتفاق میفته، انواع حالا اتفاقات دیگه‌ای که به دلیل حالا اینکه یک به دلیل از اینکه شما برچسب قومی در پیشانیتان هسته برایتان خب یک طوری که اینا دست به دست هم دیگر میشن یک بحث بزرگی که میتونه توی شخصیتتان ناخودآگاه در صورت که تشخیص داده نشود توی شخصیت جا بیفته و او شخصیت متاسفانه نسل به نسل همینجوری ای میایه میچرخه و برای نسلهای بعدی میشه یک استاندارد، یک معیار. اوکیه، هیچ مشکل با اون ندارم. درست است. حالا شما خب سوال بعدی من در مورد تروماهای بین نسلی بود و شما از مسئله عادی شدن تروما برای فرد و جمع گریز هم زدن به این که چی رقم منتقل میشه از یک نسل به نسل دیگه. آیا مکانیزم های دیگه، راه های دیگه هم وجود داره که تراما از یک نسل به نسل دیگه منتقل شود؟ و پیش از اینکه به این سوال جواب بدین، ترامای بین نسلی چی هست؟ یک دیفاین بکنین، تعریف بکنین همیره و بعد بگوین که در کنار از اینکه مثلا عادی شدن، که شما همون طوری که اشاره کردین عادت کردن به تراما یکی از راه ها هست، آیا راه های دیگه هم وجود داره که تراما از یک نسل به نسل دیگه منتقل شده؟ بحث ترامای بین نسلی آقای میرهزار میرسه در این قضیه ای که ما میگیم یه سری از تجربیات و صدمات روانی و اجتماعی میه از یک نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. من به عنوان کودکی که در یک خانواده بزرگ میشم و این ترامای بین نسلی را مثلا شاهد چه هستم، من ناخودآگاه در سن 6 سالگی و 5 سالگی میشنوم که بزرگترهای من در رابطه با چه موضوعاتی حرف میزنن و این موضوعات او زمان تحلیل نمیشه، او زمان نمیفهمم شاید، ولی بعدها نسلهای ببخشید بعدها سالهایی که میگذره وقتی وارد همچین جامعه میشم او زمان برای این جا میفته و همین بحث تراماهای نسلی باعث از این مثلا میشه که یک سری از جمعیت‌های کشور به یک حاشیه رانده شوند، به یک گوشه از حالا اجتماع رانده شوند که به مرور زمان
متاسفانه باعث و بانی خیلی از اتفاقات متفاوت دیگه ای هستن. خیلی از بحثا مثل این که یکی از روش هایی که تراماهای نسلی معمولا انتقال پیدا میکنن، بحث همین داستان تعریف کردن هایی که در بزرگا و مادر بزرگا از ما بودن. ما شاید هیچ ایده ای در رابطه با نسل کشی نداشتیم، ولی وقتی که به ما گفته میشد که در دوره عبدالرحمن خان چه اتفاقی افتاده، ما به عنوان یک کودک او زمان متوجه نبودم که اوکی، ولی تأثیر منفی که ممکن هست که بر یک فرد، بر یک کودک بگذاره، واقعا گذاشته بود بر روی ما. و واقعا ما برای ما، برای ما و نسل ما که حالا رشدمان، رشد کودکیمان در جای دیگه اتفاق افتاده بوده، وقتی ورود در یک جایی به نام وطن، وقتی که وارد از این وطن شدیم با یک ایده کاملا وحشتناک، چیزی که واقعا فراتر از تراما حتی میتونیم بگیم بود، با ایده وارد از این کشور شدیم. و شاید برای مدت‌های خیلی مدیدی برای ما، یعنی زمان برد که ما خود ما بتانیم جایگاه خود به عنوان یک فرد اجتماعی، یک فرد حقیقی توی جامعه بتانیم جایگاه خود پیدا کنیم. از جمله از مسائل دیگه هم بحث همین بحث سیاست‌ها و سیستم‌های اجتماعی است که اتفاق می‌افته. طبق همین تراماهای نسلی که وقتی از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه، در صورتی که رسیدگی نشه به این موضوعات، به این مسائل رسیدگی نشه، این به طور همینطور سیستماتیک در سیاست جای میگیره، بخش سیستم های اجتماعی جای میگیره. وقتی که سیستم اجتماعی جای گرفت، ناخودآگاه یک اتفاقایی میفته مثل این همه حالا ترورها و این همه انتحاری‌هایی که دقیقا در مراکزی که بچه های هزاره بیشتر درس میخوان در اون مناطق اتفاق میفته. و اگه بخش تحصیل بگیم، میای بخش سهمیه بندی کنکور اتفاق میفته. اینا همه از جمله از بحث هایی هست که میای وقتی که برای ما به عنوان یک کسی که این نسل، نسل جدیدی از این قش، از این قوم هستیم، وقتی که این چیزا رو میبینیم، واقعا اگر بحث حمایت ها وجود نداشته باشه، بحث آگاهی وجود نداشته باشه، ای مطمئنن به نسل‌های بعدی هم همینطور ای زنجیروار همینطور ادامه پیدا میکنن. و اینکه تداوی هم وجود نداشته باشه، متاسفانه هیچ استوبی هم در کار نیست. درسته. سال ما همین برنامه را اگر تا حالی کاری نشده، همین برنامه ای که با شما دارم برای یک شروعی امیدوارم ترقی شود، برای که ما این مسیر تغییر بدیم و یک مسیر جدیدی را بپیماییم. شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردین، در ضمنی که شما صحبت میکردین در مورد ای که چه رقم سیستم دخالت میکنه در انتقال تراما از یک نسل به نسل دیگر. من یکی از تئوری های مختلف مربوط به عدالت اجتماعی به ذهن من رسید و استبداد و مکانیزم های استبداد، که استبداد چی رقم میتونه با چی مکانیزم های خودش میخواید تحمیل بکنه در یک جامعه. یکی از تئوری های بسیار، یکی از مدل ها یا مکانیزم های بسیار جالبی که خوب است اینجا ذکر شده و با اون گپ های شما هم مطابقت میکنه، یک جایی هست استبداد در یک مرحله خودش می آید و آیدیا، تئوری خلق میکنه. مثلا میگه ما برتر هستیم، شما مثلا برتر نیستین، و نابرابری را به شکل تئوری نظر ارائه میکنه. در یک مرحله بعد از می آید، در یک جای دیگه شروع میکنه ایره انستیتوشنال میکنه، به اصطلاح سیستمی سازمانیش میکنه. میای مثلا همون رقمی که سهمیه بندی میکنن، میگن که خب این فرزند هزاره حق نداره بره در مکتب، در دانشگاه مثلا شامل شوه، در اینجا به این شکل میای، یا مثلا حق نداره در دوره های مختلف. ما خب شاهد بودیم، ما خود ما شاهد هستیم، یا بزرگان ما شاهد بودن به همین شکل نسل های گذشته که حق نداشتن بعضی از کارها را انجام بدن، قانون بود رسما عملا این کار میکردن. و در یک قسمت دیگه از این مکانیزم عمل استبداد ما میبینیم که این میایه بین انسان ها
به اصطلاح بین فردی میشه، اینترپرسونال به اصطلاح میشه، یکی کنارش مثلا یک هزاره رو میبینه، یک رفتارش عوض میکنه. و یکی در مرحله، یکی دیگه از مراحل خودش که خطرناکترین مرحله هست، استبداد درونی میشه و در درون شخصی که قربانی هست پا میگذاره و او را میخواد درون خودش تهی بکنه، بگه که تو هزاره نیستی، تو مثلا اوغان هستی، تو مهاجر هستی، تو این رقم، تو هیچ هویتی نداری، تاریخ نداری، از طرف دیگه خود تاریخش هم سرکوب کرده، هویتش ممنوع کرده، آثار تاریخیش هم نابود کرده. در این مرحله‌ای که درونی میشه، استبداد شخص را از خود تهی میکنه و یک چیزی مثلا اوغانیت را یا چیزی دیگه را در درونش قرار میده و بسیار مرحله به اصطلاح خطرناکی است. خب این بحثا، مثلا این تئوریا که بعد وقتی که ما این مکانیزم عمل استبداد را بشناسیم در بحث‌های مثلا عدالت اجتماعی، وقتی که ما بدانیم با این مکانیزم عمل میکنه، بعد در این کمک میکنه، آگاهی ما کمک میکنه به اصطلاح مهندسی معکوس کنیم، ریورس انجینیرینگ به اصطلاح انجام بدیم که بتانیم بر استبداد غلبه بکنیم، استبداد را در همون جایی که خطرناکترین جایش که وارد شده در درون آدم، در همون جا شکست بدیم و بعد در نقاط دیگه هم منجر به استبداد را شکست بدیم. این موضوع چقدر، به چه شکلی از دریچه علمی که شما دارین، دانشی که شما دارین در مورد تراما و انتقال از او به نسل بعدی و آگاهی در مورد تراما نقش داره و میتونه کمک ما بکنه برای درمان؟ من فکر میکنم که آقای میرهزار در این راستا وقتی میایم در مورد این موضوع میخواییم صحبت کنیم، دوباره برمیگرده در همون آگاهی والدین. در خیلی از جاها، در خیلی از مراحل های متفاوت رشد یک فرد از لحاظ شناختی، از لحاظ مخصوصا روانشناسی، وقتی که فرد یک رسیدگی از لحاظ روانی بتانه کسب کند، او دوره‌ای که نیازمند او رسیدگی هسته، چه میخواید این رسیدگی عاطفی باشه، احساسی باشه، چه جسمانی باشه و چه بیسیک نید بحث های دیگه ای مثل آب و غذا و پوشاک و ایتو مسائل باشه، ای به همون روند استحکام بحث هویت یا بحث شخصیتی از او فرد خیلی میتونه کمک کنه. از کجا سرچشمه میگیره این قضیه ای که شما گفتید، این موضوعی که شما گفتید، وقتی میگین که میای کم کم نهادینه میشه در ضمیر از او فرد که اوکی، تو دیگه هزاره نیستی، تو افغان هستی از حالا. خب این به چه قیمتی این مسئله رو میای میپذیره؟ وقتی که ما به عنوان یک فرد سالم رشد پیدا کرده باشیم، معمولا خیلی کمتر پروسه شستشوی مغزی اتفاق میفته. چرا وقتی که ما وقتی در مورد اینطور مسائل صحبت میکنیم، بیشتر یادآور یک سری از مکانهایی میشیم که اون مکانها جایگاه افرادی هست که اون افراد معمولا بی خانمان هستن؟ معمولا این اتفاق برای کسایی میفتن که او حمایتگر و ساپورتر روانی که به اسم والدین گاهی اوقات، اوکی، در صورت نداشتن والدین به اسم پدر کلان، مادر کلان یا خانواده درجه اولی که بتانه او فرد واقعا حمایت کنه، برای از اینا معمولا کمتر اتفاق میفتن. این بحث فقط بحث تبعیضات نیست، تو بخش استبداد نیست که فقط بگیم که توی نظام مثل نظام بحث افغانستان فقط اتفاق میفته، سراسر دنیا وقتی ما در مورد تاریخ کشورهای متفاوت هم که میخوانیم اینو میبینیم. من از دیدگاه روانشناسی فکر میکنم این مسئله، هر آنچه که بهتر و سالمتر یک فردی رشد کنه، به همان نسبت او فرد از لحاظ شخصیتی یک فرد قابل اعتمادتر و مستحکمتر میباشه که ای تو مسائل شاید کمتر بتانه در اون نفوذ کنه. من نمیگم اوکی، یک سری از روش ها و سیستم های وجود داره که واقعا شاید بتانه این کار انجام بدم، ولی برای آدمی که یا انسانی که
این روند به رشدش سالمتر پیش رفته از لحاظ دیدگاه روانشناسی، این برای این افراد به نسبتا فکر میکنم خیلی کمتر میتونه اتفاق بیفته. یک نکته به ذهن من رسید پیش از اینکه برم در او اصطلاح بعدی رو تعریفش بشنویم. در بسیاری از کشورها من میبینم که کشورهایی که سلامت روانی اهمیت داره، زمانی که یک اتفاق مثلا یک جنگی میفته در یک جای دنیا اتفاقی میفته و کودکان، اطفال به شکل‌های مختلف خبردار میشن یا سوشال میدیا بسیاری خوب چیز دارن، در دنیای غرب همه موبایل دارن، لپتاپ و همه دستگاه چندین تا بعضی ها دارن، در خبردار میشن و بعد برای از این که سیستم آموزشی از اونجا به خاطر ای که کنترل شده خبردار شد، یک اکثری اقداماتی رو مثلا روی دست میگیرن، مثلا به جای از این که کودکان از راه های غیر رسمی در مورد جنگ پیامدهای از او و بعد با تصاویر از اونا برخورد بکنن و بعد تأثیر بگذاره، اینا میاین بدون از این که پنهان بکنن، چون دیگه پنهان نمیشه، بعد از روش های خاصی استفاده میکنن تا به اطلاع او کودک برسانن که همچین اتفاقی در جایی از دنیا افتاده، مثلا تعداد تلفات انسانی بسیار وسیع هم داشته. حالا مثلا در وقتی که ما میایم در مورد هزاره، مردم هزاره صحبت میکنیم و مسئله ترامای بین نسلی، خب یک مسئله ای که بسیار مهم هست ای که ما نباید فراموش بکنیم که چه اتفاقی بر ما گذشته و ما باید برای ای که ما میخواییم به عدالت هم برسیم، ما حق خودمان را میخواییم، از طرف دیگه مثلا ما این رقم نیست که خلاص شد، کشتار کردن، قصد کردن، تجاوز شد، هر اتفاق افتاد دیگه خیره، مثلا ما فراموش کردیم، این رقمی نیست. ما میخواییم آگاهی هم از یک نسل به نسل دیگه در مورد تاریخ و گذشته ما منتقل شود. چه رقم میشه به نظر شما که ای ما در عین حالی که همون مسئله که شما گفتین باعث در جریانی که روایت میکنیم به نسل جدید ما اطفال باعث نشیم که تراما منتقل شود، بلکه حقیقت تاریخی رو منتقل بکنیم بدون انتقال تراما؟ سوالتون خیلی سوال پیچیده ایه. یعنی اینطوریه که وقتی که ما میاییم مثل مسائل رو به ای اهمیت، یعنی به ای شدت مهم رو میاییم انتقال بدیم، ولی باید مواظب از این مسئله باشیم که فردی که شنونده هسته، که معمولا شما هم که دارید میگید فرد کودک، کسی که اوکی زیر 18 سال هست و این داره میشنوه، چطور طوری انتقال بدیم که این تاثیر منفی خود را نگذاره، فقط در حد یک اطلاعاتی باشه که بدانه که چه اتفاقی در نسل گذشته افتادن. ولی من به عنوان کسی که در این رشته دارم تحصیل میکنم، من در این باوریم که اصلا امکان نداره بدون تراما این اطلاعات انتقال پیدا کنه. او کسی که شنونده هسته، مخصوصا به عنوان یک کودک، ناخودآگاه وقتی شما میاد در رابطه با نسل کشی حرف میزنین، خب اگر معنای همین کلمه نسل کشی را شما بخواید بگه به چه مفهومی این نسل کشی شما دارید میگید نسل کشی، شما یک نمونه که برای ازی بگین، اوکی دخترانی بودن که برای کنکور آمادگی میگرفتن، هر روز با همو اقتصاد خیلی ضعیف خانواده، اون 300 افغانی 400 افغانی پولی که در اون کلاس باید میدادن، با همون سختی کور به دست می آوردن، اینا میرفتن اونجا در برف و باران و همه چیز، اینا میرفتن اونجا درس میخواندن، در همون صحنه درس خواندنشان اینا رو از بین بردن. خب ای فکر نمی کنم، یعنی امکان چه باشه که بدون هیچ گونه تاثیر منفی بتونیم اینا رو انتقال بدیم. ما به عنوان اون نسل درد کشیده که دیدیم اینا رو، پس چشم خود دیدیم، به عنوان کسی که در طول سالها ببینید ای تراماها، ای اتفاقات به مرور زمان یک برهی از تاریخ افغانستان
بیشتر فوکاس داشت روی مردا. اوکی، من نمیگم زنا خیلی زیاد حالا مثلا تاثیر خاصی روی زنها نگذاشت، همین که بیشتر مردهایشان کشته میشد، زنا بی سرپرست میشدن و به هر صورت خانواده از هم میپاشید یا هر چیز دیگه ای، ولی به مرور زمان این مسئله رفت در نسل ها، یعنی تاریخ که هرچی جلوتر رفت در اتفاقات اخیری که در طول چندین سال اخیر که اتفاق افتاد، اتفاقی که در شفاخانه افتاد و اون همه زن از بین رفتن، اون همه کودک یتیم شدن، کودکانی تازه چشم باز کرده بودن همه از بین رفتن و اون همه دخترها و بچه هایی که در او کورس هایی که آمادگی کن، من به این باور هستم آقای میرحضار، امکان نداره که بدون او درد واقعی بشه این رو تعریف کرد برای نسل بعدی. او درد ناخودآگاه انتقال پیدا میکنه. من که شاهد از این قضیه بودم، من که در همون اتفاقات به مرور زمان همینطور که اتفاق میافتاده، هر اتفاقی، هر حالا جنگی، یک دوره‌ای، حتی در هرات هم جنگ شد و من اون زمان سر وظیفه بودم و اون زمان حالا اعضای خانواده به من زنگ می‌زدن که آیا تو سالمی یا نیستی، یا آیا اصلا راه داری که برگردی خانه، میتونی برگردی. خب این مسائلی هست که من وقتی در مورد زنی این تعریف میکنم برای نسل بعدی من که هیچ آگاهی مثلا از این قضیه ندارن، ناخودآگاه وقتی با اون همه استرس، با اون همه وقتی ما در مورد یک موضوعی حرف میزنیم، ناخودآگاه اون موضوع دوباره همون حالت بیولوژیکی اتفاق میفته، همون ترس، همون واهمه، همون استراب، اینا چیزی نیست که کنترلش کرد، چیزی نیست که ما بخوایم اینا اوکی بگیم که طبق یک معیاری ایره طوری بخوایم انتقال بدیم که ضربه خاصی به او فرد وارد نشوه. این اتفاق میفته متاسفانه. خب ولی در این حال میگم خب بهتر نیست که حالا به جای از این که کودکان بیاین و از راههایی که مدیریت نشدن خبردار شدن، ما خودمان، یعنی هزارها ها با دانش این قضیه که خب طفل ما مثلا از جای دیگه خبردار میشه و کنترلی برش نیست، در اون لحظه ای که با خبر مواجه میشه باز هیچ کنترلی بر روح، یعنی نزدیک همدم کنارش نیست و این آسیب ممکنه شدیدتر باشه. حالی بهتر است که وقتی که ما میبینیم همچین شرایطی ممکنه به وجود بیایه، با یک روش دیگه، طرز دیگه، طوری که آسیب کمتر شده و گفته شده به چیز به کودکان. حتما همینطوره، چون به عنوان کسی که والد، یعنی ما به عنوان والدین، پدر، مادر، وقتی میاییم یک موضوعی رو برای اولاد خود تعریف میکنیم، یک موضوعی رو میاییم بیان میکنیم، نهایت تلاش ما همون مسئله هست که به سلامت روان از این حالی صدمه، اوکی من دوباره میگم نمیتونیم بگیم که واقعا تاثیر نمیگذاره، واقعا تاثیر خود رو میگذاره، ولی نهایت تلاش ما این هسته که بتانیم موضوع را یک طوری انتقال بدیم که فکر میکنیم تو یک چارچوبی، در یک اندازه ای که اندازه کپیسیتی یا ظرفیت او اولاد ما در اون حد هستن، در همون حد انتقال بدیم، نسبت به سن از او، نسبت به شعور اجتماعی که داره، نسبت به تاریخ دانی که داره، نسبت به اطلاعاتی که در مورد قوم خود خود داره، نسبت به زو بیایی میره انتقال بدیم. و این کاملا حرف شما رو تایید میکنم. ولی باز هم میگم وقتی که میاییم در مورد موضوعات حرف میزنیم، ای اشد دزی قضیه انقدر بالا هسته، وقتی که بحثایی اتفاقایی که افتاده، وقتی میاییم در مورد چه حرف میزنیم، ناخودآگاه ای توی حتی در روش حرف زدن از ما تاثیر میگذارن، در روش بیان ما تاثیر میگذارن و امیدواریم واقعا بتانیم و اونجایی هم که امکان چه هسته بتانیم، یعنی خودمان منتقل اطلاعات صحیح در اولادای یا نسل بعدی خود خوب باشیم، نه کسی دیگه یا رسانه دیگه یا جای دیگه. درست است. حالی حدود یک ساعت و نیم است، خسته که نشده خانم آجانه؟ نه خیلی هم موضوع داره، خوب پیش میرم. تازه ابتدای سوالات هستم، داریم هنوز در بخش اصطلاحات هستم، اصطلاحات زیادی هست و بعد از سوالات دیگه هم بسیار زیاد دیگه هم بعدش میایم. یکی از اصطلاحاتی که ما استفاده خواهیم کرد در جریان برنامه و در برنامه های آینده، اینترسکشنالیتی هست یا
در هم تنیدگی هست که مثلا چند خطر مثلا در نظر بگیرن با هم دیگه روی هم دیگه قرار میگیرن، تلاقی پیدا میکنن، تنیده میشن. از اینترسکشنالیتی رو میتونین بگوین که چرا از او زاویه مثلا پیچیدگی های روانی وقتی که بررسی میکنیم پیچیدگی های روانی مربوط به جامعه هزاره را چرا مهم هست؟ آیا اهمیت داره درک خود اینترسکشنالیتی؟ خب بحث شما، این بحثی که شما گفتید اینترسکشنالیتی که بحث در همتنیدگی یا تلاقی ای یک سری از خطا که شما گفتید، حالا بحث ریاضیش رو بخوایم بگیم ولی بخش روانشناسیش رو بخوایم توضیح بدیم، اینطوری است که برخورد یک سری از مسائلی که باعث و بانی یک سری از تراماها و اختلالات میتونه باشه که ما وقتی میایم در مورد موضوع حرف میزنیم میتونیم انواع اقسام ای را تو جامعه هزاره ها بخوایم بررسی کنیم، میتونیم بحث پیچیدگی هویتی رو بگیم که این بحث افرادی که در جامعه هزاره ممکن است که با تبعیض ها و قدرت های با سیستم قدرت های مختلفی روبرو بشن که این سیستم ها با همدیگه تلاقی کنن. فرض بر مثال یک نمونه، یک مثالی که من میتونم برای وضاحت از این موضوع بخوایم بگم اینه که من به عنوان یک زن هزاره در یک جامعه همزمان در این وقت با تبعیض جنسیتی هم روبرو هستم و با تبعیض قومیتی هم روبرو هستم و این دوتا با هم دیگه وقتی که تلاقی میکنه متاسفانه حالا شدتش به مراتب بالاتر و بیشتر میشه. و اوکی، همین بحث تبعیضی که در موردش حرف میزنیم، بحث تبعیضای چنگانه رو هم میتونیم نام ببریم که در افراد هزاره ممکنه که در خیلی از تجربه های زندگی ماها این رو تجربه کردیم، درک کردیم، چه کسایی که در داخل کشور بودند و شاهد خیلی از تبعیض ها بودند و چه کسایی که در خارج از کشور زندگی کردند و با یعنی طبقه کوچ اجباری مجبور شدن وطن، کشور، ملک، همه چیز، زندگی خود رها کنن و هموزن اولاد خود رو بگیرن و کشورهای دیگه برن، اونا هم به نوبه دیگه ای از این تبعیض رنج بردن. بحث تداخلات در سیستم های قدرت هستن که این تداخلات و تقابلات یک حالتی یک تقابل های موجود در سیستم قدرت را در این مسئله میایم درک میکنیم که وقتی که این اتفاق میفته یک نابرابری توی جامعه کاملا مشهود میشه که این نابرابری تأثیرش روی همو افرادی بیشتر هسته که اقلیت معمولا هستن، کسانی که به همونطور که گفتیم همون در گوشه ای از جامعه رانده شدن متاسفانه و همه از اینا میتونه دست به دست هم دیگه اگر پشتیبانی صحیحی وجود نداشته باشد، اگر حمایت های خارجی و حتی داخلی وجود نداشته باشه، منظور از خارجی یعنی کسایی که اطراف از او افراد کسایی که در حیطه کاری، حیطه حالا در هر حیطه‌ای که زندگی میکنن و حالا حمایت های داخلی مثل کسایی که افراد از او خانواده حتی هستن که بتونن به هم دیگه کمک کنن، اگه اینا وجود نداشته باشه متاسفانه ضربه خیلی عظیمی یا بزرگتری میتونه در افراد بزنه. سپاس کنم. من یک اشاره فقط میکنم، بینندگان کسایی که علاقه من بیشتر هستن در مورد اینترسکشنالیتی، این خود اینترسکشنالیتی توری هست که معمولا در بازم در همو حوزه علوم عدالت اجتماعی طرح میشه و حتی خود توری توسط یکی از فعالان اکادمی که امریکایی یا رنگین پوست امریکایی طرح شد و در مباحث مربوط به حقوق زنان، فمینیسم بسیار این مسئله مطرح است. اصطلاح بعدی که لازم است تعریف شود مسئله مقاومت و تاباوری چی هست؟ مقاومت و تا به نوعی ما خب انواع و اقسام آسیب‌های روانی را هم داریم، در عین حال یک
یک سیستم مقاومت هم، حالا این میتونه ناخودآگاه باشه یا شاید هم خودآگاه باشه، آگاه باشیم برای یا نباشیم آگاه برای این، وجود داره که تلاش میکنه مقاومت بکنه. میشه از منظر علم خودتان این رو بگوین که چی هستی؟ بحث مقاومت، آقای میرحضار، وقتی در مورد این موضوع حرف میزنیم، حالا از منظر روانشناسی اگه بخوایم مسئله رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم، دوباره برمیگرده در همون، از دیدگاه خیلی از روانشناسا برمیگرده در همون توانایی او فرد یا روند رشد او فرد از لحاظ شخصیتی که به چه استحکامی از او نسبت شخصیت رسیده و به چه شدتی، فرض بر مثال برعکس، ممکنه شخصیت او متزلزل بوده باشه. در خیلی از این تبعیض‌ها ما افراد خیلی بزرگی داشتیم تو جامعه هزاره که این تبعیض‌ها را طوری مدیریت کردن، طوری پیش رفتن که به قول شما اگر شاید خیلی از این مقاومت‌ها وجود نداشت، این تداوم وجود نداشت، حالی بر حال شاید اصلا چیزی به اسم قوم هزاره وجود نمی‌داشت. چرا؟ به دلیل از این که در خیلی از مواردها، در خیلی از تبعیض‌ها، در خیلی از این بحث‌های نسل کشی، خیلی این پروسه سیستماتیک و به طور کاملا هایدن وی طوری پیش می‌رفتند که بتانند واقعا این قضیه ریشه کن شود. ولی با همون قدرتی که خیلی از افراد جامعه ما خدا رو شکر داشتن، با همون پروسه تاباوریشان، با همه اون تبعیض‌ها، با همه اون حقارت‌ها و سختی‌هایی که موجود بوده، ولی باز هم ادامه دادن، باز هم کوتاه نیامدن، باز هم یک نمونه شو میتونیم بگیم که با تمام از اون اتفاقاتی که برای دانشجوها، برای کسایی که برای آماده کنکور معمولا آمادگی میگرفتن، ما چند انفجار پشت سر هم داشتیم در طول یک مدت کوتاهی، ولی هیچ وقت کلاس ها یا همون مؤسساتی که این پروسه آماده کنکور رو برای از بچه ها انجام میدن، هیچ وقت خالی نشد. با همون شور و اشتیاق، با همون انرژی که بود، خیلی قوی تر و مستحکم تر، خیلی به خاطر هدف خود جنگیدن و همینطور پیش رفتن. اگه بحث مقاومت وجود نداشته باشه، خیلی جاها من فکر میکنم که خیلی زود وقتی که کسایی که دست میکشن از اون هدفی که دارن، دست میکشن از اون چیزی که، ایده‌ای که در ذهنیت خود سالها پروراندن، به دلیل یک اتفاقی که حالا توی جامعه افتاده، فکر میکنم امروز ما این نسل برحال نداشتیم. ما امروز در چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان، واقعا خیلی انسانهای بزرگی رو در بین قوم خود داریم. کسایی داریم که واقعا وقتی در موردشان حرف میزنیم، باعث افتخار ما هست که ما از این قوم هستیم و ما این افراد داخل جامعه خود داریم. وقتی که دوباره این مسئله، مثلا مسئله تحصیل بخوایم بگیم تو بخش، چون این بحث تبعیضات متاسفانه همه جا بخش صحی را شامل میشه، بخش سیستم اجتماعی یا بحث بازار کار افغانستان را شامل میشه، بحث تحصیلات که به از او شامل میشه. ما همین الان یعنی در طول این سالهایی که داشتیم، در خیلی از سالها به طور متداوم نمره اول کنکور ما از بچه های دخترهای هزاره ما بودن و بهترین دانشگاه های، بهترین یعنی بالاترین رشته ها، بالاترین نمرات از کسایی که در داخل دانشگاه ها در طول سالها درس میخواندن، بالاترین رتبه ها را بچه ها و دخترهای هزاره ما داشتن. اگه همین مقاومتی که شما در موردش صحبت میکنید، اگه این وجود نمیداشت، ما امروز واقعا این جایگاه ها رو نداشتیم. و فکر میکنم که خدا رو شکر، حالا با کمک خیلی از حالا اقشار متفاوت از جامعه ما، چه کسایی که در بخش تحصیل، چه کسایی که در بخش حالا بخش حمایت های متفاوتی، ما خیلی کسایی رو داریم که از کشورهای اروپایی، استرالیایی، آمریکایی، اینا حمایت هایشون همیشه هست که بتونن کمکی کنند که کسایی که نسل جدید ما شمرده میشن، اینا بتونن در یک سری از سهولت ها دست پیدا کنن. یکی از سهولت ها بخش دسترسی به تحصیلات هستن. حالا متاسفانه در این دو سال و دو نیم سال اخیر که خیلی قضیه متفاوت هستن، ولی خب پیش از او در طول 20 سال پیش از ورود جدید طالبان، در طول 20 سال واقعا ما سالهای خیلی طلایی داشتیم که خیلی افراد متفاوتی، خیلی حالا رشدای از اینا رو دیدیم، خیلی
به ثمر رسیدن های اینا رو دیدیم. اگه همون مقاومت موجود نمی بود، ما امروز شاید خیلی از اینا رو نمی داشتیم. درست است. ولی در عین حالی که او دوره بازم کوچی طالب بود، انفجار و انتحار و مسافرها را اختطاف بکن، جانشان را بگیر، هم این طور چیزای جنایات هم بود. یک اصطلاح بسیار مهم و کلیدی دیگه هست، اصطلاح یا یک پدیده کلیدی دیگه هست که در علم که شما تخصصش دارین، دنیای روانشناسی، بسیار کلیدی باید باشه و همچنین در دنیای فلسفه بسیار چیز است. بسیار از فیلسوفان هم در مورد هنوز بارها و بارها نوشتن و از تاریخ فلسفه به این طرف همیشه ما میبینیم این هست، مسئله خود هست، سلف به اصطلاح. این مسئله خود، هر شخصی، هر فردی برای خودش یک خود داره در اونجا. از دید مو تخصص شما این خود چی هست و روند شکلگیری خود چی می باشه؟ ما بزرگان زیادی داریم در این رابطه، خیلی صحبت‌های خیلی ارزشمند را کردن. یکیشان فروید هست، روانشناس خیلی معروف که حتی کسانی که از روانشناسی علمیت خاصی ندارن ولی فروید رو میشناسن. بحثی که فروید میاد در مورد فرد یا هویت فرد میشینه در موردش تحلیل میکنه، این بحث در این مبحث هست که تأثیر عوامل ناخودآگاهی که به طور همزمان از زمان تولد به بعد اتفاق میفته و همه تجربیات زندگی که فرد به طور همون به همون منوال که گفتم از زمان ولادت تا هم دوره‌ای که زندگی میکنه و بحث تعامل با جامعه و چگونگی تعامل با جامعه را، این خیلی یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهم تو بخش خود هست یا هویت فرد، هویت خود ما خود، و بحث محیط اطراف فرد که اینا کنار هم دیگه وقتی یک چیدمانی رو میچینن، یک پازل رو میسازن به اسم خود، که ما حالا دیدگاه فروید، ما از خود وقتی که میریم حرف میزنیم، ما تنها خود ما نیستیم که اوکی بگیم یک سری از بحثای بیولوژیکی اتفاق میفتن و به دلیل زن بودن، به دلیل مرد بودن، به دلیل حالا از چه نسل و از چه نژاد و از چه قومیتی بودن، ولی در کنار همه از اینها این عواملی که نام بردم، اینا دست به دست همدیگه میدن تا یک یا هویت یک فرد یا همون خودی که من امروز در مورد هویت خود میام حرف میزنم، یک خود را میسازم. یک بحث دیگه هم که وجود داره، بحث تجربیات تاریخی هم هستن که این تجربیات از طریق آثارهای تاریخی که وجود داشته میرسه به من و این هم میشه بخشی از من، بخشای داستانهای متفاوتی که وجود داره این هم بخشی از من هستن. همه از اینا کنار هم دیگه یا همو پروسه شکل دهی می خود توسط جامعه، من به عنوان یک فرد توی جامعه افغانستان اگر اونجا به دنیا می آمدون، ای خود، ای هویتی که بر حال الان دارم، شاید ای رو نمی داشتم. پس تأثیر جامعه به شدت مهم هسته، ولی به همون نسبت هم اگر من به عنوان یک فرد اگر در کشوری مثل آمریکا به دنیا می آمدم، دوباره من ای آدمی که الان هستم، ای خودی که الان می تانم در موش حرف بزنم، هویتی که الان دارم، ای رو نمی حتما نخواد می داشتم. پس اینا کنار هم دیگه با همدیگه یعنی کمک میکنه تا یک تصویری از هویت رو ما بخوایم در مورد حرف بزنیم، بگیم این هویت این فرد هستن، هویت این شخص هستن. و خیلی از وقتا یک سری از احساساتی هم میتونه نشان دهنده از این فرد هم باشه، یک سری از احساساتی که در بعضی ها به دلیل همون پروسه ژنتیکی، حتی به دلیل خیلی از مسائل اجتماعی، حتی میتونه امو اسپکت های متفاوت امو شخصیت و فرد را یا امو هویتی که در موردش داره حرف میزنه رو بارستر کنه.
به عنوان یک فرد احساساتی ممکنه اگه من توی جامعه مثل جامعه اوکی بگم ایتالیا ما به دنیا می اومدم با مثلا خیلی متفاوت تر از آن چیزی خواهد بودم که من در کشور دیگه به دنیا اومدم. پس در این صورت وقتی می خواهیم در مورد خود صحبت کنیم یک دنیای عظیمی از اسپکت های متفاوت داخل ازی نقش دارد. گفتم با شما یک مسائلی که بسیار میتونیم بگیم که مسائل بسیار کلیدی هم میتونه باشد، از جمله والدین، از جمله جامعه، از جمله محیطی که روش پیدا میکنیم، رسیدگی نیازهای اولیهی که به ما میشه، حمایتهای عاطفی که از طرف والدین دریافت میکنیم، او حس عزت نفسی که از طرف اطرافیان رو میگیریم، او حس خود گاهی اوقات همین پروسه خود برتری که گاهی اوقات احساس میکنیم، اینا همه در کنار همدیگه هویت ما رو میاره میسازن. درست است. شما اشاره کردین خب به جنبه های مختلف یا عوامل مختلفی که در تشکیل دادن خود آدمی یا من آدمی یا از یک زاویه دیگه نقش داره، اشاره کردن به اینا و این خب از تولد تا زمانی که هست. حالا این باز یک جنبه های تاریخی مسئله را، حالا یک بخششان میتونه از راه ژنتیک وارد شوه، یک حتی این میتونه تأثیر بگذاره حتی زمانی که به اصطلاح یک طفل هنوز به دنیا نیامده ولی به بطن مادر خودش هست، به اصطلاح در اوز زمانها هم میتونه این نقش داشته باشه، محیط حالا شرایط در شکل دادن به او خود. آیا این تراماها وقتی این تراماهای تاریخی و بین نسلی که ما اشاره کردیم در کجای این پروسه هست که منتقل میشه؟ آیا میتونه حتی ژنتیکی تبدیل به یک پدیده ژنتیکی شوه و از او مسیر وارد شوه در بطن مادر؟ حتی آواها چون به حال از یک جنین از یک مرحله ممکن آگاه باشه و حواس به نوعی شکل بگیره و بعد کودک مثلا به همین رقمی که بزرگ میشه، در کدام مراحل هست که او تراماهای تاریخی میتونه منتقل شوه؟ ای نمونه شما گفتید حتی دوره جنینی، ای علم ثابت کرده که حتی خیلی پیشتر از او، خیلی قبلتر از او، حتی به دوره کودکی پدر و مادر حتی ربط داره. ای مثلا یعنی به روند رشدی که پدر و مادر یا در محیطی که پدر و مادر حتی رشد پیدا میکنن ربط داره. پس این پروسه‌ای که در طول زمان بارداری یا پروسه وقتی که انسان در دوره جنینی خود هستن، این خب به مراتب حتما خیلی میتونیم بگیم که واقعا خیلی مرتبط هست در همین تراماهای تاریخی که نسل به نسل همینطور میچرخه و میایه پیش میایه. بحث اختلالاتی مثل استرس که بسیار رایج در افرادی که این تراماهای تاریخی را داشتن میتونیم بگیم خیلی رایج هستن. و این استرس یک طوری هست که حالا ما نمیتونیم بگیم که اوکی چون فرد باردار هسته، خانم باردار هسته، دایی بگیم که تو استرس نداشته باش. او کسی که مادری یا زنی که در محیط مثل محیط افغانستان با او اوضاع و احوال واقعا چندین سال اخیری که اتفاقاتی که می افتاد، ما هیچ وقت نمیتونیم این حق را از او بگیریم که او استرس نداشته باشه، چون او استرس یک چیزی نیست که شما بیایید بگید که اوکی حتی با خوردن مثل سردردی که ما سردرد داریم یک پرستامول را استفاده میکنیم اوکی سردرد ما بهتر میشه. متاسفانه اختلالات روانی از ریشه و پایه اگر بهبود نیابند، از ریشه و پایه اگر تداوی نشوند، هیچ چیزی نمیتونه جلودارشان باشه. مادری که میدانه که وقتی همسرش صبح از خانه بیرون میشه هیچ امیدی برای برگشت از او وجود نداره به دلیل همو اتفاقات که تو جامعه برحال داره میفته، پس او چطور میتونه که استرس نداشته باشه؟ و کودکی که از او مادر متولد میشه، همون قضیه تراماهای تاریخی هم قضیه است که ای بیماری یا ای اختلال نسل به نسل همینطوری قدم به قدم پیش میره و ما
غیر از ای که بیاییم ای را در یک استانداردی وارد کنیم که ای حداقل در اوضاع برحال جامعه افغانستان ممکن نیستن. فرض بر مثال مادری که باردار هستن در جامعه مثل جامعه افغانستان حتی همون نیازهای اولیش برایش میسر نیست، چه برسه به ای که یک فضای امن برای مهیا شود. مادری که حتی مطمئن از این نیست که اوکی ما این ماه کرایه از خانه خود دارم ولی ماه بعد معلوم نیست. این مشکلاتی که مثل مشکلات بحثای اقتصادی، بحثای فرهنگی، بحثای اجتماعی که اتفاق میفته تو جامعه از ما، متاسفانه ما نمیتونیم حتی این رو متمایز کنیم بگیم که فقط مربوط به مردم هزاره است. این دامنگیر خیلی از افراد دیگر میتونه باشه، ولی این ترامای تاریخی به مرور خیلی سیستماتیک قدم به قدم از طریق استعمارها، از طریق اشغالهای نظامی، تبعیضهای نژادی که اتفاق میفته، قتل عامهایی که اتفاق میفته، تخریب فرهنگ و زبان عزیز ما که اتفاق میفته متاسفانه و سایر بقیه اقدامات ضد انسانی، اینا میچرخند و به نسل بعدی همینطوری انتقال پیدا میشن و واقعا یک راهی برای جلوگیری از این مسئله بر حال من احساس میکنم یک راهی وجود نداره. و شما بحث ژنتیک را گفتیم آقای میرهزار، ما متاسفانه یک منبعی موثقی از دی ان ای هزارا نداریم. اگر موجود می بود شاید امروز ما و امثال مکرمن روبروی دوربین قرار می گیریم، شاید به مرور به وضوح می تانستیم با یک استحکام محکمتر یک زبان کاملا موثقتر بگیم که آره این دلیلش همین مسئله است از بحث ژنتیکی. ولی متاسفانه ما هیچ منبع یا بانک دی ان ای وجود نداریم که بگیم که اوکی امی بانک مربوط به دی ان ای یا ژنتیک مردم هزاره است و ما میتونیم این مثلا داده ها را بیاییم بگیریم و تحلیل کنیم و بگیم که اوکی این ریزالت از این داده های ما هستن. متاسفانه نداریم امروز همچین چیزی را در دست خود خود. البته یک خب شاید او بعضی به اصطلاح داده ها یا دیت های دی ان ای از هزاره ها وجود داره، اما ممکن است که و تعدادشان البته قابل توجه نیست و او هم مربوط میشه به وای دی ان ای و ام تی دی ان ای که معمولا از اینا استفاده میشن برای از اینکه ریشه و تبار آدم ها رو برن پیدا بکنن، مخصوصا وای دی ان ای که شاخه پدری ره یعنی در اولاد ذکور تکرار میشه و ام تی که از راه مادر به اصطلاح وارد میشه. خب این هست، یک تعدادی به حال هست ولی در همون جمع زیاد قابل توجه نیست که مثلا بحث رگ و ریشه و تاریخ را بررسی بکنن. ولی در اون قسمت هایی که شما گفتن مربوط بشه پدیده ها و آسیب های مثلا روانی را، فیزیکی و روانی را مثلا بررسی کرد، متاسفانه وجود نداره. اصطلاح بعدی که لازم است تعریف شود بحث ترومای خیانت تاریخی هست. ترومای خیانت تاریخی چی هست و جوامعی که قدرت را به اصطلاح خودشون در کنترل دارن چطور بر جوامع به اصطلاح که تحت ستم هستن مانند هزاره، جامعه هزاره تحمیل میکنن؟ بخش تراماهای تاریخی میتونیم بگیم که اثرات بسیار عمیقی در رابطه با میتونیم بگیم یعنی روی جوامع متفاوت میتونه داشته باشه. وقتی ما میایم در رابطه با جامعه هزاره صحبت میکنیم میتونیم بگیم که یک حالتی هست که باعث و بانی افزایش یک سری از ناامنی‌های اجتماعی میشن. وقتی که این تراماهای تاریخی اتفاق میفته ما به عنوان یک نسل این امنیت را در اجتماعی خود اصلا نمیبینم که بخوایم حالا دنبال یک هدف معینی بخوایم بگردم. و در کنار از او پروسه عدم اعتماد در دولت پیش میآید که متاسفانه به هر حال خب دولتی هم وجود نداره بر ما، ولی
این اتفاقی که اتفاق ای اتفاقاتی که در 2.5 سال اخیر اتفاق افتاد، اینا خیلی زیاد میتونیم بگیم که همه رابطه خیلی نقش داشتن. بحث خیانت تاریخی را خیلی دامن زدن و او چیزی که تصور میکردن مردم ما که اوضاعی که قرار بود بهتر شود، ولی متاسفانه نه تنها که بهتر نشد بلکه به مراتب بدتر و بدتر هم شد، و در کنار از اینکه بدتر شد، در کنار از او باعث و بانی خیلی از بحث های دیگه پیش آمد، مثل وقتی که نهادهای قدرتمندی آمدن این وسط یک پروسه را طوری پیش بردن که این پروسه در ضد یک قشر گسترده از جامعه بود و این قشر کاملا آمدن به یک حاشیه به گوشه مثلا فرستادن، باعث و بانی خیلی از اختلالات متفاوت دیگه شده. ما اگر یک آمار دقیق اگر از افراد مردم هزاره ای که حالی بر حال در افغانستان در حال زندگی کردن هستند، چه در داخل شهرها و چه در داخل دهاتایی که هستن، قریجاتی که هستن، اگر ما می‌داشیم واقعا مطمئنن همین میزان استراب، اگر فقط همین استراب ما می‌آمدیم چک می‌کردیم، مطمئنن به مراتب بالاتر رفته ای آمار. و بحثایی مثل افسردگی، بحث احساس حقارت، وقتی کسایی آمدن روی کار متاسفانه که این کسا نه تنها نتانستن او تخریبای گذشته را، او تراماهای تاریخی را بخواین حالا بهتر کنن اوضاع را، به مراتب آمدن دامن زدن و بدتر کردن شرایط برای مردم، همه از اینا باعث از این میشه که افت ارزش فرهنگ، ارزش های فرهنگی اتفاق بیفته. و در کنار از او وقتی که این از لحاظ ارزش های فرهنگی این جامعه افت کنه، از لحاظ هویتی هم فرد میای افت میکنه. پس ما واقعا نمیدونم منتظر چه ریزالتی، چه نتیجه ای باید باشیم از دولت فعلی یا از اتفاقاتی که بر حال داره اتفاق میفته. وقتی که ما میایم در رابطه با جامعه هزاره مختصر میایم حرف میزنیم، میتونیم بگیم که خیلی وقتا از طریق ارائه یه سری از خدماتی که موجود هستن، مثلا یه سری از فرصت‌های مناسب، یه سری از بحث‌های مثل ایجاد ارتباطات بین فرهنگی یا پروسه تسهیل دادن در تامین امنیت این قشر از مردم، شاید اونجایی که امکان چه باشه بتونه در پروسه توسعه اقتصادیشان کمک کنه، در پروسه فرض بر مثال یک سری از زمینه هایی رو بسازه که اوضاع یک کمی برایشان بهتر از آنچه که بر حال هسته برایشان بشه، ولی خب متاسفانه کار خاصی بر حال انجام نمیشه برای این قضیه. تشکر. حالا جالبی قضیه ای است که شما که بحث میکنین از همون منظر دانش خودتان، یک جاهایی هست که این بحث ها عملا میتونه بره در وارد حوزه علوم دیگر شود، مثلا انسان شناسی شود، جامعه شناسی شود، مردم شناسی شود، درست است؟ و بسیار گاهی وقتا ناچار میشه ما بریم مثلا در یک دستی به اصطلاح به او حوزه های دیگه علم هم بزنیم، ولی ما کوشش میکنیم سوالا رو باز برگردونیم به همین حوزه تخصص شما و در همین حوزه بحث بکنیم. من هم شدیداً تلاش دارم که وارد حوزه های دیگه نشم، ولی ناخودآگاه بعضی از مسائل دست روی درد میگذاره و وقتی او درد به صدا در بیایه دیگه کنترل موضوع کمکی خارج میشه. حالا بس کنترل یک چیز دیگه، ما همی عنوان همی کانالی که اینجا داریم interdisciplinary discussions هست، یا گپ و گفت های بین رشته ای. حالا این discussions را به زبان خودمان شاید لغت دیگه هم بشه استفاده کرد، ولی مثلا بین رشته ای بودن این مباحث، میدانیم که گاهی وقتها ما بحثایی طرح میکنیم که میشه در علوم مختلف این مباحث را طرح کرد، حالا با کمی تغییر، ولی میشه از تخصصهای مختلف استفاده کرد و در مورد اون موضوعات بحث نبود. خیلی خوب است، یکی از بخش های بسیار مهم و کلیدی که
امیدوار هستم بیشتر بین جامعه ما راه پیدا بکنه، بحث روانشناسی هست و از زاویه دید روانشناس به وضعیت هزاره نگریستن هم بسیار جالب و جذاب هست و لازم هست. زمین اگر موافق باشیم بریم در بخش بعدی گپ و گفت خودمان و او تأثیر روانی تراما و آسیب و تبعیض تاریخی هست. ما خب اینجا در این بخش به انواع آسیب ها اشاره میشه، اما باز تکرار میکنم یک یادآوری برای بینندگان هم باشه که در برنامه های آینده باز به این آسیب ها به شکل ویژه هر آسیب را، آسیب های به اصطلاح مهمتر را که نقش تاثیرگذارتری بیشتری دارن و به اینا میپردازیم، ولی چون بحث اصلا سلامت روانی فردی و جمعی هست ما در هر جای برنامه ممکن است بره و به این آسیب ها استرس، استراب، تروما، رقم رقم اشاره بکنیم. در آیا میتونین بگوین که چطور به چه شکلی تهدید مدام، آزار و اذیت، جنایاتی که مستقیم میآیه، همیشه مثلا هزاره را تحت زندگی هزاره را تحت تاثیر خودش قرار داده، میتونه منجر به وجود آمدن استرس دوامدار در جامعه هزاره و برای فرد هزاره و جامعه هزاره شوه و چالش های مختلف روانی را به وجود بره؟ نه دقیقا 100% حتما به وجود میارم. ما وقتی که تعریف تراما را انجام دادیم، تعریف تراما را گفتیم یک واکنش کاملا ناخواسته هست و ما نیستیم که تصمیم میگیریم که یک واکنش ناگهانی از بدن خود نشان بدیم و این اتفاق به طور یعنی هم بدن هم ذهن با هم دیگه یک وقایع ترسناک یا تهدید آمیز میپنداره و یک واکنش از خود نشان میده که معمولا همینطور که گفتیم این منابعی که باعث از این تراما میشه میتونن موضوع های متفاوتی باشن، چه موضوع های سایکولوژیکالی، چه موضوع های مثل حوادثی که اتفاق میفته مثل زمین لرزه و هر چیز دیگه ای. ولی واکنش به تراما ممکنه که خیلی وقتا شامل خیلی از بحث‌های متفاوت دیگه ای بشه. فرض بر مثال یکی از مهمترینش هم بحث استرسی که شما گفتید یا هم استرس شدید ما در این قضیه میتونیم بگیم و بحث وحشت هسته که خیلی از وقتا دامنگیر خیلی از احساسات ما میشه وقتی که در رابطه با یک موضوعی میاییم یک تصمیمی میگیریم به دلیل وحشتی که داریم، حتی خیلی وقتا کنارگیری میکنیم و به قول معروف بی خیال از او تصمیم حتی میخواییم بشیم. خیلی وقتا باعث استراب شدید میشه، باعث ناراحتی میشه که این استراب و ناراحتی دقیقا خیلی سریع به بدن خود شخص میزنه. خیلی از افرادی که دارای استرس و استراب هستن معمولا از انواع دردهایی که مربوط هست به درد مثل درد معده اینا همیشه شکایت از این مسئله رو دارن. پس حتی جسم ما هم درگیر از این مسئله به شدت هست. بحث گیجی، بحث مشکلات خواب، بحث حتی مشکلات غذایی، چه پرخوری چه کمخوری، گاهی اوقات یک چیز دیگه هم داریم به اسم هرزخاری، همه اینا باعث و بانیش همین بحث تراما هست که به وجود می آید. حتی بحث پیشفعالی خیلی ها فکر میکنن که فقط مربوط هست در بچه های کوچیکی که تازه به دنیا آمدن و سه سالگی و چهار سالگی و پنج سالگی یک سری رفتارها از اینا میبینن و متاسفانه یک ایدیای چی دارم که حتمی بچه پیشفعال هست، در صورتی که نه، ما به عنوان یک فرد بزرگسال هم ممکنه که درگیر مسئله پیشفعالی باشم و دقیقا منبعش میتونه برگرده در همون تراماها و در کنار از او کلن افراد مختلف تو جوامع مختلف واکنش های متفاوتی در پروسه تراما دارن که این واکنش ها هر کسی به نوبه خود میاره نشان میدن که خوشبختانه در خیلی از جوامع حالی حتی در طول سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم، در دفاتر اینترنشنالی که بودیم به عنوان کلینیکال سایکولوژیست کار میکردم اون زمان، خیلی از راهکارهای متفاوتی داشتیم،
خیلی از آگاهی دهی های متفاوتی داشتیم، خیلی از جاها در خیلی از قریجات که واقعا دور افتاده بودن بزرگان قریه را با متاسفانه خوشبختانه چون این قضیه برایشان اهمیت خاصی نداشت، اینا را به حالا با یک طریق به حالت سایکولوژیکال میگفتیم رینفورسمنت، با دادن یه سری از پاداش ها اینا رو وادار میکردیم که در ترینینگ های ما حضور داشته باشن و بشنون آنچه که ما در مورد این علم میدانیم و در اینا انتقال میدیم. و همین کمک ها، همین بحث ها باعث میشد که اینا بیاین، حالا بحث همون زنجیره اطلاعات هسته که می آمدن اینا باز میرفتن بین همسایه، خانواده، اقوام می آمدن این باز گسترش میدادن، می آمدن انتقال میدادن و از همین طریق ما امکان نظری داشتیم که تشخیص بدیم که اوکی و پیدا کنیم اون کسایی که واقعا نیاز کمک دارن. بحث حمایتی در بخش تراماها بسیار، بخش همین وقتی میایم در مورد تراما حرف میزنیم بسیار مهم هست که چه نوع حمایتی او فردی که این تراما رو داره چه نوع حمایتی دریافت میکنه. اگه همیت روی یک سرپوش گذاشته بشه متاسفانه میتونه بعدها واقعا با یک بیماری های خیلی حادتری که ما در بخش نوروسایکولوژی در موردش حرف میزنیم مثل اسکیزوفرنیا، مثل مانیا و امثال از اینا که واقعا تداوی اینا نمیگم محاله ولی واقعا تداوی بسیار پیچیده و سختی داره و چجوری بگم یک حالتی هست که تداوی 100% ممکنه اتفاق نیفته هیچ وقت. وقتی که ایمیای در حد اشد خود خود میرسه، حد بالاتری حد خود میرسه، پس در این صورت بحث مراجعه کردن در متخصصینی، کسایی که واقعا توی بخش تخصص دارند، این میتونه خیلی راهکار خیلی عالی باشه که بر حال ما در اکثر کشورها داریم، حال بر حال حتی داخل افغانستان هم داریم و هنوز هم مؤسساتی هستن، افرادی هستن داخل کلینیک های دولتی دارن کار میکنن، چه در کلینیک های شخصی فرق نمیکنن کار میکنن و در این عرصه دارن به مردم خدمات ارائه میکنن. امیدواریم که واقعا در این بخش بتونن که حداقل جلوگیری کنن از او ضربه محکمتری به که واقعا تبدیل نشه به یک اختلال خیلی شدیدتری. درست است. حال البته به این لازم است ذکر بکنیم که خب ما مردمی هستیم که با انواع جنایات سر کار داشتیم و داریم در هر پلان، یعنی ما شخصا مثلا وقتی که فکر میکنم حتی بدترین سناریوها را هم در نظر گرفته و بعد فکر میکنم در بدترین سناریو چه کار میشه کرد، چون یعنی مدام زندگی کردن در بدترین سناریوها وادار ما کرده و اگر غافل شویم از این بدترین سناریوها باز میدانیم مثلا یک فضای غیر واقعی، یک توقع غیر واقعی، یک پلانی هم که میخواییم بر اساس تصورات غیر واقعی داریم میتونه با شکست مواجه شود. یک سوال دیگه که من دارم، حالا مردمی که با انواع و اقسام جنایات مواجه شدن، حالا در علم حقوق اگه ما بریم هر کدام از این جنایات میتونه دستبندی شوه، آناتومی مشخص خودش داشته باشه، مثلا جنوساید، نسل کشی، آناتومی مشخصی میشه ازش ارائه داد، جنایت جنگی به یک شکل دیگه یک آناتومی دیگه ای داره که فرق داره با مثلا نسل کشی و به همین شکل مثلا تبعیض، تبعیض سیستماتیک، تبعیض نژادی و جنایت یا کوچ اجباری. آیا سوال ای هست که آیا این جنایات با علم به یکی جنایات خود هر کدامشون آناتومی مشخصی دارن و در علمی مثلا حقوق قابل تفکیک هستن، وقتی که وارد علم روانشناسی میشیم، دنیای روانشناسی میشیم، آیا تأثیراتی که میگذارن متفاوت هستن؟ آسیبهایی که وارد میکنن آیا متفاوت هستن؟ مثلا نسل کشی شامل مثلا این نوع تراما میشه یا آسیب روانی میشه، کوچ اجباری نوع دیگه ای را به وجود میره نه، و آیا آسیبهایی هم هستن که مشترک باشن بین از این نوع جنایات؟
اینطور که شما در بخش حقوقی بخواید مثلا گفتین، اینطور در بخش روانشناسی اگه ما بخوایم این را تحلیل کنیم، خب دستبندی های خاص خود خود دارن. همون در شروع صحبت هایی که من گفتم که یه سری از اختلال ها مربوط به عصب و یه سری واقعا مربوط به بحث سایکولوژیک پارت فرد هسته. پس در این صورت ما میتونیم حتی در هر دو گروپ، در هر دو حالت، چه بخش نورساینس از او و چه بخش سایکولوژیکال پارت از او، میتونیم بگیم که هر کدام که در هر گروپی وقتی یک دستبندی وجود داره، ما یک افسردگی داریم، یک افسردگی شدید داریم، ما یک استراب داریم، یک پنیک داریم. فرق از اینا در چیه؟ فرق از اینا دقیقا همو لول بندی، همو اندازه، همو اختلال هسته. استراب اگر در این بخش مثلا باشه، فرض بر مثال پنیک به مراتب بالاتر هسته. پس در این صورت وقتی ما میایم در مورد این موضوعات صحبت میکنیم، این مسئله کاملا در همو بخش برمیگرده که هر اختلالی از نوع شدتش، از نوع شدیدترش مربوط به همین پروسه نسل کشی و تبعیضات و سیستماتیک و ای ترامه های سنگینی که اتفاق میفته برای یک قشری از جامعه، مربوط کلن مختص به همو برنامه میشه. و کسایی هم که برمیگرده در این بخش موضوعی مثل نوروسایکولوژی وقت در مورد ازی صحبت میکنیم، باز دوباره ما یک بخشی از خود همین پروسه اسکیزوفرنیا برای وقتی وارد دیپ وارد از این موضوع بشیم، این اختلال بیماری هسته که به دسته های متفاوت تقسیمات میشه و متاسفانه در بخش نسل کشی وقتی اتفاقات میفته، این در همون حد از اون لیول از اون مریضی میرسه. من برای شما یک خاطره که من یک مدت کوتاه برای چند ماه پروسه اینترنشیپ خود در کشور جرمنی در شهر مونشن در یک شفاخانه سایکیاتری هاسپیتال، یعنی در اونجا انجام دادم. ما ببینید تأثیر رفتار انسان ها میتونه چقدر بر یک فرد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، که چقدر میتونه حال از او دگرگون کنه نسبت به او بک‌گراندی که او فرد داره، نسبت به او شدت اختلالی که او فرد بر حال داره و نسبت به او وضعیت بر حالی که آمده شفاخانه به خاطر چه مسئله ای آمده. ما در یک دیپارتمنتی کار میکردیم به اسم دیپارتمنت ای جی، همون نوار مغز. دو نفر از کسایی که آمده بودن و منتظر بودن که نوبتشان برسه، منتظر بودن پشت در و همکار من رفت و در رو باز کرد و از هر دوی بیمار، از هر دویشان نامهایشان رو پرسید. و یکی اسمی که داشت، اسم مربوط بود به، حالا مربوط به کشور جرمنی نبود، خارج ازی بود، کسایی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن و به عنوان میتونیم بگیم حالا ایمیگرنت آمدن یا برای کاری یا برای مهاجرت، هرچی بحث دیگه. و یکی دیگه شم خب اوکی، اسمی که داشت اسمش کاملا یک اسم جرمن. و همکار من بدون از ای که در نظر بگیره اسم از اینا را، طبق برگه ای که در دست داشت به خاطر از این پرسید از این فرد که ببینه که نوبت کیه. از این دو نفر خب یکیشان اسم این برگه ای که در دستش هسته، برگه ای که دریافت کردن، اسم یک کدوم، خب همین فردی که ای آقا حالا خارجی نبود، از خود همین کشور بود، همین فرد گفت که شما بیایید داخل. فردی که بیرون ماند متاسفانه اول که همون لحظه یک عکس العمل از خود نشان داد، گفت چون اسم من فلان چیز هست شما ای فرد دیگر گفتین بیاید داخل. ای گفت نه، به خاطری که من ای برگه ای که گرفتم، اول ای برگه رو دریافت کردم، برگه بعدی که مربوط شخص دومه که شاید احتمالا شما باشید، او برگه هنوز اصلا پرینت نشده، داخل کامپیوتر هستم. و ای فرد خب برصورت آمد. وقتی که ای نوبت فرد دوم رسید و ای آقا داخل شد، دوباره یک واکنش به شدت بدی از خود نشان داد و یک رفتار کاملا حالا نادرستی، یک شروع کرد به حالا به تهدید کردن همکار من. خب این گذشت، این فرد
تهدید کرد و ای جی از فرد ما گرفتیم و رفت. همکار من که واقعا سالها در دفتر کار کرده بیمارستان کار کرده بود، ای گفت که حالا گفت که ما چون به عنوان اینترن بودم اونجا، گفت که شما از ای بحثی که دیدی ناراحت نشید، چرا که بیاید الان بریم با هم دیگه ببینیم که هیستری از این فرد، هیستوری بکگراند این فرد چیه. وقتی که رفتیم هیستوری فرد دیدیم، دیدیم ای به خاطر زلزله‌ای که در ترکیه اتفاق افتاده بود 27 نفر از اعضای درجه یک فامیل خود در یک زلزله دست داده بود و ای تنها وارث، تنها فردی بود، چون که داخل کشور ترکیه نبوده، ای زنده مانده بود از این قضیه و بقیه خانواده همه رو با هم از دست داده بود. حرف من در رابطه با همین بحثی که شما گفتید همین است که به همون شدتی که او تراما میآید سر فرد تأثیر میذاره، به همون شدت او بیماری های او واکنش مغز و ذهن و بدن به همون شدت میآید، از خود نشان عکس العمل نشان میده. ما این فرد هیچ وقت نمیتونیم مقایسه کنیم که بگیم این هم افسردگی داره، ولی یک فرد دیگه ای هم که اوکی آمده فوقش کار خود از اصلا یک ساله که در کشور متفاوت فلان کشور اروپایی یک ساله بیکار به خاطر از افسردگی گرفتن. پس این دو با هم دیگه یکسان نیستن، به دو روش متفاوت، یعنی افسردگی از اینا معنا پیدا میکنن و واکنشی که نشان میدن چه از لحاظ رفتاری و چه از لحاظ جسمی کاملا متفاوت هستن. و این دستبندی جز همی کیس هست که تا هیستری یک فرد ما مطالعه نکنیم نمیدانیم که کدام از این دسته وارد میشن. و بخش نسل کشی وقتی اتفاق میفته، شاید به همون عظمتی که این بحث مهم هست برای او، فردی که 27 نفر از اعضای خانواده از دست داده، برای او فرد یک چیزی هم مترادف هم لول باشه برای او. درست است، توضیحات دقیق و کاملی ارائه کردن. یک سوال دیگه در ذهن خلق میشه، ای که خب حالا اندازه و شدت مثلا او تراژدی که اتفاق میفته، جنایتی که شکل اتفاق میفته علیه یک شخص، کمک میکنه به اصطلاح در او سمت دیگه مثلا وقت در درون شخص پروسس میشه و میره مثلا با به شکل آسیب های مختلفی خودش نشان میده و او درجه شدت خودش را مثلا میتونه در آسیب مثلا استراب شدید برسان، ترومای شدید برسان نشان میده. اما ما در مورد خود هم شما خود را به نوعی تعریف کردین و پروسه شکل گرفتن خود را هم، حالا فارغ از درجه شدت درجه او حادثه تراژدی، وقتی که به شخص منتقل میشه و در درون شخص، شخصی که خودش شکل گرفته و در حال شکل گرفتن است، چون یک پروسه ادامه دار هست دیگه احتمالاً، در خود این نوع شکل گرفتن خود شخص چقدر میتونه، هرچند مثلا در هر اندازه تراژدی مثلا کلان باشه، خرد باشه، میتونه وقتی که میرسه در درون شخص و قرار پردازش شوه، پروسس شوه و بعد خروجی از این مثلا میتونه یک آسیب باشه، این خود چقدر میتونه کنترل داشته باشه، تعیین بکنه و تحت تاثیر مثلا شدت تراژدی، جنایتی که اتفاق میفته، او به اصطلاح آسیب روانی را در لول های مختلف، در درجه های مختلف بروز بده. خب ما اینجا میرسیم به یک بحثی داریم توی سایکولوژی، توی بحث روانشناسی، به اسم بحث تیپ های متفاوت شخصیتی. طبق همون تیپ شخصیتی که فرد داره، همون تراما را یا بازخوردی که فرد داره نسبت به یک تراما، نسبت به یک اتفاق، نسبت به یک حادثه که براش اتفاق میفته، طبق همون تیپ شخصیتی از خود بازخورد نشان میده، از خود فیدبک یا همون عکس العملی که نیاز هست سر از خود نشان میده. برای مثال یک نمونه که میتونیم بگیم بحث سوگ هستم. سوگ برای همه انسان ها یک مسئله، اوکی، یکی از عزیزترین کسان رو آدم از دست میده. گاهی اوقات سوگ اصلا بحث از دست دادن عزیزان نیست،
وقتی که من مهاجر وقتی که مهاجرت کردم کشور خودم، تمام هر چی که داشتم، خانوادم، به علاوه داشته های مادی که داشتم، پوزیشن اجتماعی که داشتم، او لول علمی که او جایگاهی که بین قوم و خیش خود خودم اونجا داشتم، مجبور شدم که همه رو بذارم کنار، بیایم یک کشور جدید از صفر، مثل کسی که آجر اول میذاره، کسی که همه از اینا رو داشته، مثل یک خانه، مثل یک قصر برایش بوده، میای دوباره از اول میای خانه رو میسازه و یه پای آجر اولی که روی زمین یک کشور جدید داره میگذاره ایرو شروع میکنه. پس به همین منوال میتونیم بگیم که برای یک فرد کاملا میتونه متفاوت باشه این معناها. من به عنوان فردی که شخصیتی یک آدم درونگرا هستم، پس من او عکس العملی که در رابطه با یک ترامایی که برام اتفاق افتاده، عکس العمل از من خیلی متفاوت با او فردی هسته که او برونگرا هسته. او تیپ شخصیتیش یک آدم کاملا اجتماعی هسته و او خیلی راحت تر شاید به بعضی از موارد بتانه یه سری از حالا اتفاقات را، یک سری از دراماها را بتانه مدیریت کنه. ولی برای من که درونگرا هستم، ممکنه که یک جنگ درونی در وجود ما باشه، ولی هیچگاه با هیچ کسی مثلا در مورد زی نخواهیم که هیچ مکالمه داشته باشم، هیچ نشان بدم که من این مشکل حتی دارم و این رنج دارم میکشم. پس طبق تیپ شخصیتی که یک فرد دارد، طبق همو تصمیم میگیره که چطور از خود خو همو عکس العمل یا همو چه نشان بده که من همین مشکل دارم یا همین درد را فرض بر مثال دارم از این درد رنج میکشم. درست است. یک سوال دیگه که من دارم، خب آدم ها گاهی وقتا به شکل مستقیم او تراژدی را باش مواجه نمیشن، غیر مستقیم مواجه میشن. یک نفر مستقیم مثلا پیش چشمای خودش میبینه که اقتدار جان خودشان را دست میدن، یا خودش مثلا مجروح میشه، آسیب میبینه، اعضای فامیلش مثلا دست میرن یک دفعگی، و یک عده دیگه هستن در که غیر مستقیم مثلا را متوجه میشن و حالا ممکنه ارتباط هم داشته باشن، مثلا فامیل باشن، خیش قوم باشن. آیا این مستقیم با تراژدی برخورد کردن و غیر مستقیم با تراژدی یا غیر مستقیم تأثیری بر شدت این آسیب های روانی داره یا نه؟ بستگی آقای میرهزار، بستگی به همو اتفاقیه که افتاده. من به عنوان شخصی که شهروند افغانستان هستم و در محله ما یک جنگی اتفاق میفته و ما برحال در خانه دارم زندگی میکنم که 6 دروازه او طرف تر ما در حال زد و خورد، کلن فیر و کلن این صدا برای 2 روز 3 روز این جنگ مکرر ادامه داره. پس من نمیتونم از خانه بیرون شوم، ولی او کسی که اعضای خانواده ما هستن، ولی در او روز و شبها کنار ما مثلا فرض بر مثلا کنار ما نیستن، ولی داره میبینه و میشنوه که چه اتفاقاتی داره میفته. من که در بطن ماجرا هستم، من به نوعی درد میکشم و اوی کسی که در حالا فرسخها راه دور هسته، ولی اعضای درجه یک خانواده، خواهر مایه، پدر مایه، هر کسی دیگه ای، و او فقط میدانه که من در چه وضعیتی هستم. او به دلیل همون نگرانی که برای اعضای خانواده خود، او به طور دیگه‌ای نگرانی نشان میده. ما نمیتونیم بگیم که این شدت بالا پایینی از این، اصلا ما چیزی به اسم سنجش از این درد نداریم که بگیم که اوکی این درد نمیسنجیم، مثل قضیه یه تب، اوکی کسی تب میکنه، تب از یک نفر به 38، یک نفر دیگه 40-41. این متاسفانه در بخش اختلالات روانی، در بخش دردهایی که ما میکشیم از لحاظ سایکولوژیکال، از لحاظ روانی، این جواب نمیده که ما بگیم که شدت از او بیشتره یا شدت از او بیشتره. بازم میگم من ممکنه که به عنوان یک آدمی که بگم اوکی من یک آدم دلیر هستم، شجاع هستم و قبول دارم که در یک مدتی هر کسی زندگی میکنه و ممکنه که در همین جنگی که اتفاق میفته
برای من شاید اوکی باشه این قضیه، من این قضیه برای اینجا افتاده، ولی کسی که به عنوان پدر من، خانواده من، مادر من هسته، برای زو برای خیلی میتونه سخت باشه، چون هیچ کاری من دست او فرد برای حمایت کردن من در این شرایط هیچ کاری از دستش بر نمیاد، پس ممکنه به مراتب بیشتر از من رنج بکشم. پس ما در کل در یک جمله بگم که سنجشی برای این قضیه نداریم که بگیم چه کسایی، اونایی که بر حال حضور دارن در یک مسئله، در یک ترامایی که داره بر حال اتفاق میفته، و کسایی که حضور ندارن، در کدوم یک از اینا بیشتر میتونه ضربه روحی وارد شه و بیشتر باعث رنجش از اونا شه و باعث درد یا همون رنجششان بشه. هیچ چیزی فکر میکنم که وجود نداره که بگیم که اینا رو بسنجیم با هم دیگه، بالا پایین کنیم بگیم او بیشتره یا یکی کمتره. یک خب در این تراژدی ها یک مسئله بسیار که همه باهاش آشنا هست، مستقیم غیر مستقیم، مسئله سوگ هست که خود شما هم اشاره کردن، و بعد غم، اندوه که گریبانگیر میشه. آیا بین تفاوتی وجود داره بین سوگ، غم و اندوه، و ای چه رقم انسان ها به ویژه انسان هزاره ای که ای شرایطش با جنایات مختلف سر کار داره دچار غم و اندوه تاریخی میشه؟ خب سوالتان خیلی به جایه، ولی وقتی که ما به عنوان یک فرد میایم از غم و اندوه صحبت میکنیم، گاهی اوقات منشأ غم و اندوه میتونه خیلی مسائل طبیعی روزمره ما باشه، ولی طبق از این که من به عنوان یک آدم احساساتی هستم، یک سری از مسائل برای من خیلی اهمیت داره، پس من این مسئله که اتفاق میفته باعث غم و اندوه من میشه. ولی وقتی ما در مورد سوگ صحبت میکنیم، وقتی که کلمه سوگ میایه وسط، سوگ همیشه پس از دست دادن به وجود میایه. من ای که یکی از عزیزترین کسایی که برای سالها در کنار از او زندگی کردم، من این نفر را، این آدم را، این شخصی که برای این بسیار اهمیت داره، این را از دست میدم، پس این سوگ با او غم و اندوه میتونه بگیم که متفاوت میتونه باشه. این سوگ میتونه که وقتی که داره میگم بحث از دست دادن داره، در پی از دست دادن به وجود میایه، بحث مهاجرت را که پیشترم گفتم، ما وقتی مهاجرت میکنیم فرهنگ خود از دست میدیم، زبان خود از دست میدیم، خانواده خود جا میگذاریم به یک کشوری دیگه. اوکی، در کشوری که زندگی میکنن، میخوای اونا مهاجر جای دیگه باشن یا در افغانستان باشن، همه او حالا سنت هایی که برای ما زیبایی هایی داشت، همه اینا رو از دست میدیم، او جایگاه قشنگ اجتماعی که بر ما در کشور خود ما بوده، و میاییم یک آدم کاملا که حتی زبان، حتی یعنی راحت ترین بحث ارتباط بحث زبان، حتی زبان بلد نمیشه، شما هیچ ارتباطی با هیچ کسی نمیتونی با ارتباط برقرار کنی، حتی همین قابلیت توی کشور جدید نداری. پس اینا همه از جمله بحثایی که در پس یک از دست دادن اتفاق میفته، اینا به وجود میاد که اینا اسمشون سوگ هستن. سوگ گاهی اوقات قطع کردن یک رابطه هسته، رابطه ای که به طور بلند مدت با یک نفری، یک شخصی ما داریم، و این رابطه به دلایل متفاوتی که ممکنه هر دلیلی داشته باشه، این رابطه ترجیحاً از طرف دو نفر قطع میشه، و این خود از این میتونه یک سوگ باشه. ولی بحث غم و اندوه، وقتی که ما میگیم اوکی یک کسی که احساساتی باشه، حتی حالا هر چیزی که تو جامعه داخل بیرون هر جایی که ببینم ممکنه باعث غم از او شبه، باعث همون یک لحظه احساس اندوهگین بودن از او شبه، ولی خب نمیتونیم بگیم که این مترادف یا هم قافیه با همی سوگ هستن. آیا میتونیم بگیم که وقتی که خب بالا در سطح فردی یک شکل دیگه، خب طوری که شما اشاره کردین، ولی وقتی که ما به جمع میرسیم، بعد مسئله تراماهای بین نسلی را مطرح میکنیم که همچین اتفاقی میافته، ترامای تاریخی را مطرح میکنیم، باز یک غم تاریخی و بین نسلی هم رخ میده، به وجود میآید، و میتونه یک جامعه را
در غم و اندوه مدام به اصطلاح قرار بده. آیا همچین چیزی را ما گفته میتونه؟ بله کاملا صحیح این چیزی که شما دارید میگید، کاملا این بحثی بحث این بحث برمیگرده به همو تاریخ هایی که نسل به نسل داره به طور unconsciously داره دست به دست داره میچرخه، به طور کاملا ناخودآگاه در ضمیر ناخودآگاه از ما جای میگیره و ما یعنی به طور ناخواسته اونا رو همیشه حامل از اونا هستیم، همیشه اونا رو با خود داریم و نمیتونیم اونا رو ایگنور کنیم، هرچی هم که بخوایم بگیم که اوکی ممکنه تاثیر منفی یا اینکه باعث اخلال در تمرکز یا هر بحث دیگه ای میتونه باشه، ولی ما ناخواسته اونا رو داریم. پس در این صورت میتونیم بگیم که اصلا امکان نداره که این بحث نادیده گرفته شوه. ما درسته که در سال 24 هستیم، سال 2024 هستیم، ولی اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاد در افغانستان و دیدیم کسایی که داغدار شدن و دیدیم کسایی که به چه شدتی داشتن در حال تلاش برای یک ارتقای علمی بودن، کسایی که حتی این همه سربازایی که ما در جنگ ها متاسفانه از دست دادیم و آخرش آمد کشور در سال 2021 ای اوضاع برای کشور پیش آمد از لحاظ نظامی، یعنی خون همه اون همه شهیدا همه پایمال شد و اینا بحثایی هست که ما نمیتونیم نادیده بگیریم، ما نمیتونیم بگیم که نه اوکی این یک چیزی بوده مربوطه یک تاریخ گذشته تری بوده، پس الان که اوضاع اینطوری هست یا الان که یا اوضاع من شخصا بگم اوضاع از من الان در این کشور من جهانم امن هستم، پس بقیه چی؟ ما انسانیم و این حس انسان دوستی هر جایی که باشیم یا این حس می بحث وجدان هر جایی باشیم این همراه ما هستم و ما یک بحثی داریم تو بخش کلینیکال نوروسایکولوژی، بخشی از مغز که باز انشالله در برنامه های بعدی باز در موردش صحبت میکنیم، بخشی از مغز گیرنده و فرستنده حس و حال و وایب های متفاوت اطراف ما هستن. وقتی ما حتی حضور نداریم در یک جایی مثل اوکی بگیم خود ما در یک جای دیگه زندگی میکنیم، در کشور ما یک سری اتفاقا میفته، ناخودآگاه او قسمت از مغز فعالیت خود شروع میکنه و او وایب را او حس را میگیره و او شروع میکنه در پروسس کردن از او و میفرسته در بخش دیگه ای از مغز که او بخش شروع میکنه در یک سری دستور دادن های یک سری از بحث های متفاوت که در بدن یک سری دستور هایی را میده، مثل قضیه وقتی ما یک خبر میشنویم تمام بدن ریجید سفت میشه، تمام عضلات منقبض میشه، اینا همه از دست اتفاقایی هست که توی مغز اتفاق میفته، به طور ناخواسته اتفاق میفته و ما فقط تاثیرش رو میبینیم. یک زمانی در خود میاییم میبینیم که یک خبری رو داریم در داخل موبایل در داخل رسانه های اجتماعی میخوانیم، میبینیم که ناخودآگاه در حال فشار دادن دندانای هستیم. این به چه دلیل هسته؟ این دقیقاً برمیگرده به حسی که به طور ناخواسته اومده انتقال پیدا کرده داخل مغز پروسس شده و بعد از او بدن واکنش از خود شروع کرده نشان دادن. پس نمیتونیم بگیم که اصلا حالا ربطی به هم ندارن، اینا کاملا همه اینا تنیده به هم دیگه، یعنی همه با هم دیگه ربط دارن و متصلن به هم دیگه. جالب است مثالایی که میزنن کاملا، مخصوصا برای کسایی که در جامعه دیاسپورا زندگی میکنن، در آوارگی مهاجرت زندگی میکنن و یا حتی با یک فاصله مستقیم نیستن، حضور ندارن، اونا به شکل دیگه‌ای و حتی میتونن خطرناک هم با مثلا درگیر شون. تأثیر آوارگی به چه شکلی است در سلامت روانی افراد وقتی که آواره میشن در جای دیگه؟ شما الان اشاره به همین که ما خبر مثلا میخوانیم یک فاصله رو نشان میده، یعنی شخص یک فاصله ای از محل حادثه داشته و خبر در یک فاصله میخونه و در این فاصله هم حتی روی سیستم عصبی انسان تاثیر میگذاره و خودش را به شکل آسیب حتی فیزیکی هم با نشانه های فیزیکی میتونه نشان بده. حالا آواره و باز در فضای آوارگی پناهجویی، پناهندگی، حتی ما در تاریخ هزاره داریم، در برنامه هایی که
در همین کانال ما داشتیم. خب مثلا در آخر قرن 19 چی رقم خودشان را هزاره ها با چه دشواری و با چه مشقتی رساندن مثلا به کویته صحبت کردیم، بعد در کویته به چه وضعیتشان به چه شکلی بود یا تجربه کردیم همه ما به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم و حتی به صورت نسل به نسل. مثلا شما گفتن second generation مثلا چیز هست، نسل دوم هستن. ای در آوارگی چه اتفاق میفته؟ آیا در آوارگی هم آسیب های روانی منتقل میشه؟ به چه مکانیزم و به چه شدتی؟ باز هم البته شاید نشه دقیق گفت با چه شدت و میزانی، چون عوامل مختلفی تاثیر داره، ولی میشه بهش بپردازن. به مثلا بحث مهاجرت یا به قول شما بحث آوارگی، وقتی که صحبت از مهاجرت میشه، پس زمینه مهاجرت، آقای میرهزار، مهاجرت شروع نشده تراماهای خود داره. مایی که به عنوان یک قشری از اقلیت یک جامعه هستم که امنیت را در کشور خود نمییابم و به هر دلیلی در پی پیدا کردن یک جای امن برای خود هستم، همی پروسه به شدت انرژی از من میگیره. ما به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان کسی که به تصمیم ما نقش داره و تاثیرگذار در آینده نسل بعدی 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 تر هستم، پس ما باید درستترین تصمیم بر حال همین روز خود رو بتانم بگیرم. پس کسی که میای مهاجرت میکنه، بر حال پیشاپیش روبرو شده با خیلی از بحث های متفاوتی که میدانه که وقتی داره مهاجرت میکنه، خود مهاجرت به چه معنایه؟ شما فقط به این دلیل مهاجرت میکنید در پی پیدا کردن یک جایی امنتری از جایی که داری زندگی میکنید، که این امنیت برمیگرده در امنیت روحی روانی شما، در امنیت جانی شما، در امنیت اجتماعی شما، در بخش امنیت اقتصادی که زندگی روزمره تان بخواهی پیش برن، همه از اینا رو شامل میشن. پس وقتی که شما به دلیل به دنبال از این مثلا میگردید که جای امنی رو بر خود پیدا کنید، پس می به مهاجرت میگیرید. که بحث آوارگی هم لغت واقعا به جای در قسمت مهاجرت، چون او کسی که میاد تصمیم به مهاجرت میگیره، میدانه که هر چیزی ره که الان اینجا داره ممکنه در طول 10 سال در کشوری که قرار مستقر شوه داشته باشه، در طول 12 سال بستگی به همون قابلیت های از او فرد فرض بر مثال دارم. و کسی که مهاجرت میکنه پیشا پیش قبل از اینکه مهاجرت کنه، او ضربه های روحی رو پیشا پیش داره، یعنی هم خود آماده میکنه و همین که پیشا پیش واقعا او ضربه ها رو بهتر بگیم خورده یا آمادگی برای ازی میگیرن. من دوستی داشتم خاطره جالبه برای من تعریف کرد. این دوست من در سالهایی که حالا قرار بود که طرف اروپا مهاجرت کنه، یک دو طفل داشت، یک دختر 3 ساله و یک پسر 1 ساله. ای برای من تعریف میکرد، میگفت من وقتی که تصمیم به مهاجرت طرف اروپا گرفتم، به مدت 6 ماه از اونجایی که زن تنها بودم، به مدت 6 ماه خود ترین دادم. چجور ترین دادم؟ که چون من میدانستم که قراره که از کوههای سمت ترکیه، از کوه و دشت و جنگل و اینا قرار ما رد شوم و ما باید قابلیت بدنیم واقعا بالا باشم. این میگفت ما خانه ما در کنار راهن بود و ما شنیده بودم که وقتی قاچاقبرا انسانها رو دارن از مرزها دارن رد میکنن، همه در حال دویدن هستن. این میگفت وقتی که قطار، من میدانستم قطار کی میای از این مسیر ریل رد میشه، میگفت یک دست یک اون بچه خورده خودا بغل میکردم و دست دیگه او دختر 3 ساله خودم دستش میگرفتم و با مسیر قطار سعی میکردم که خودا با مسیر قطار حتی برابر بدوم و این ترین را 6 ماه من انجام دادم. و وقتی که هم دخترم، یعنی هم احساس کردم که هم دخترم فهمیده که باید بدوه به خاطر حفظ جان، چه باید بده و باید یاد بگیره که دویدن چیه، در کنار از این
میگم خودم هم خود یک به یک طورهای متفاوتی میگم فکر کردم که همین ترن میتونه خیلی دهم کمک کنه. و یک کسی بود که قبل از اینکه مهاجرت کنه، قبل از اینکه حتی این مهاجرت اتفاق بیفته، این تراما برای این اتفاق افتاده بود، چون این پیشاپیش همه چیز را حل زده بود، همه او داستان ها را شنیده بود، طبق او آیدیایی که از طرف مردم دریافت کرده بود میدانست که باید آمادگی چه نوع بحثایی را داشته باشه، چه نوع کارهایی را داشته باشه. این گفت ما حتی در طول از 6 ماه تغذیه خودم و بچهای خود طوری پیش میبردم که به حداقل ترین باشه، یعنی خیلی زیاد طوری نباشه که هرچی که دلشان خواست بتانه، چون من نمیدانستم من چه مدت در مسیر راه خواهد ماندم. پس در این صورت همه اینا در نظر میگیرم. حالا این تازه برای موضوع قبل از شروع مهاجرت هم. آوارگی اصلی از روزی شروع میشه که میرسید او منطقه او جایی که برای خود از او یک بهشت برینی ساختی، چون در این باور بودی که من وقتی وارد از این جای از این منطقه شوم، همون امنیت هایی که فکر میکردم که ندارم در کشور خود خود یا در جایی که زندگی میکنم، همون امنیت ها را قراره که داشته باشم اینجا. و وقتی که وارد از این جامعه میشی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ انسانی، از بودهای متفاوت، اونجا تازه شروع میشه تحت فشار قرار گرفتن از این انسان. پروسه یادگیری زبان، پروسه اتقام تو این جامعه ای که تازه وارد شده، پروسه پذیرفتن جامعه ای که اوکی آمدی داخل یک جامعه وارد شدی، حالا مردم از این جامعه چقدر مهاجر پذیر هستن، به چه چشمی داری دیده میشی، مخصوصا کسایی که یه سری آزادی ها را، یه سری از یعنی حقوق ها را در کشور خود خود داشتن، حداقل مثلا حداقل به چشم یک انسان در اینا دیده شده، ولی میاین وارد کشورهایی میشن یا در مسیر راهی که مهاجرت میکنن، متاسفانه نه تنها به عنوان یک انسان بلکه خیلی جاها اصلا دیده نمیشن و اتفاقاتی برایشان میفته که واقعا خیلی جاها در سر یک حیوان ملت رحم میکنن و خیلی جاها خیلی از اتفاقات نمیذارن، جلوگیری میکنن، ولی کسایی که مثلا از راه غیر قانونی میان وارد میشن، واقعا اینا تراماهایی که اینا میبینن هیچ مقایسه با ترامای کسایی که حالا اوکی بگیم که از راه قانونی آمدن هیچ قابل مقایسه نیستن. پس در این صورت ای آوارگی خودش منبع بزرگی از شروع خیلی از اختلالات هستن. ما کسایی را داریم، ما چند روز پیش در دانشگاهی که من درس میخوانم، چون از اونجایی که ما چند وقت دیگه قراره که فراغ تحصیل شویم، و اینطور بود که از ما دعوت کرده بودن که برای شاگردان جدیدی که از افغانستان آمدن به عنوان کسی که سینیر هسته یا حالا چند سال اینجا بوده، بیایم اکسپریانس یا تجربه خود بگیم. و اولین سوالی که از من پرسان شد در این رابطه از بزرگان خودم و دانشگاه ما بود، گفت که بیا در مورد اکسپریانسی بگو، حرف بزن که آرزو داشتی که ای کاش می بود. و من اولین چیزی که گفتم همین مسئله رو گفتم. آقای میرهزار، گفتم من وقتی وارد از این کشور شدم با یک ترامای واقعا شدیدی مواجه شدم، در کنار از او خب حجم درس ها و بحث سختی درس ها اینا بماند، ولی من هیچ راهی برای خود پیدا نتونستم که یک راهی پیدا کنم که راه درمانی صحیحی باشه. ما وقتی میایم در رابطه با مسائل سایکولوژیکالی حرف میزنیم، این مسائل طوری هست که ما به زبان سلیس خودمان راحتیم که از درد روانمان صحبت کنیم. وقتی میای این تبدیل میشه به زبان دوم، به زبان سوم، بعضی اوقات این نمیرسانه او درد را، حجم عظیم از او درد را، عمق از او درد را نمیرسانه در او فردی که داری در موردش دو فرد داری حرف میزنی. من پیشنهادی که برای دانشگاه مثلا داشتم همین مسئله بود، گفتم شما سالانه دارید سایکولوژیست دارید، از این دانشگاه داره فارغ تحصیل میشه، از همین نیروی بشری خودتان استفاده کنید برای ورودی های جدید دانشگاهتان، چون اینا هم همه از آغوش گرم خانواده جدا میشن و میان وارد یک دنیای جدید میشن، یک دنیای جدید، یک کشور جدید، فرهنگ جدید، با همون سختی ها و فرق نمی کنه که به عنوان مهاجر وارد شوی یا به عنوان
حالا فرض مثال ایمیگرند، ایمیگرند میتونه مهاجری باشه که بیای درخواست پناهندگی، میتونه یک دانشجو باشه با یک ویزای استودنتی بخواد بیای، یک کسی باشه که جاب ویزا بگیره به عنوان برای کار بیای در کشور. به هر صورت تراما دامنگیر همه کسایی که او کامفورت زون خود رها کردن و وارد شدن در یک محیط جدیدی به خاطر پیشرفت، پیشرفت در خیلی از مسائل، پیش برد زندگیشان به نفع احسن، او چیزی که ایده پردازی که در ذهن خود قبلا داشتن، آمدن وارد از این مسئله شدن، میاین با یک دنیای متفاوت تری روبرو میشن و این میتونه واقعا ضربه بزنن و ماها هم طول میکشه تا این ضربه حل و فصل شده، هضم شده، فهمیده شده و راهکار برایش پیدا کنه فرد. و یه زمانی که یک شخص به حال خانه و کاشانه رو ترک میکنه، شاید فیزیک خود را مثلا جا به جا شده، ولی ذهن و روان خودش بسیار سخت است که به اصطلاح گذشته خود را هم کنار بگذاره، همونجا بگذاره و خودش با یک رو، یعنی یک ریست شود در درونش. امکان هم وجود نداره و با چالش های جدیدی هم که در دنیای جدید در یک سرزمین جدید پیدا میکنه، یک پیچیده تر میشه اوضاع دیگه عملا. حالا مثلا ما میبینیم در دنیای غرب بسیاری از هزاره ها مجبورن، یعنی وقتی کار میکنن خب یک بخشی از کار از اونا خب هزینه های خودشان، زندگی همون جایی که هستند باید تأمین بکنن، ولی یک بخش دیگه از اینا کار است برای ای که بتانن تعداد زیادی از فامیل خودشان را در داخل اونجا ساپورت بکنن. و این همیشه مثلا با چیز، با یک استرس شدید همراه هست. یک سوال دیگه من دارم در مورد عنصر شرم. در یک جامعه مثلا جامعه سرکوب شده، شرم چی رقم میتونه درونی شوه و زندگی و محیط روانی چی رقمی میتونه باشه همراه با شرم و زخم زبان از یک طرف دیگه؟ و آدم ها چه به شکل طبیعی خودش از همون منظر روانشناسی چی رقم با این پدیده مبارزه میکنن؟ سوال قشنگیه. شرم یا بحث یکم متفاوت هست، بحث در زبان فارسی ما دازی میگفتیم بحث خجالت کشیدن، یا مثلا بحث از این که میایی یه سری قابلیت ها را داری ولی به دلیل از او شرمی که داری او قابلیت را نمیتونی بروز بدی، نمیتونی نشان بدی. در جوامعی مثل جوامع مردم هزاره، طبق همو تبعیضات سیستماتیک اتفاق افتاده، طبق از او متاسفانه ای بحث شرم به مرور زمان تانسته خیلی تأثیر بگذاره در نسلهای جدیدشان. من ای که ای حرف را میزنم، حالا چه از منظر روانشناسی که بخوایم بگیم که ای چقدر میتوند بحث حالا عظیمی باشه، مهمی باشه در این رابطه، که آنچه که ما انقدر حقارت هایی که شنیدیم، انقدر حقارت هایی را که کشیدیم و شنیدیم در کشورهای متفاوت به دلیل هزاره بودن ما یا به دلیل بحث های متفاوت، اینا منشأ خیلی از ناتوانی های فکر میکنم، احساس میکنم که در خیلی از بحث های مخصوصا اجتماعی باعث ناتوانی بهم میشه. یعنی طوری هسته که من میدانم که من علمیت فلان کار را دارم، ولی صرف به خاطر همون تبعیض سیستماتیک نسل به نسل چرخیده، من جرأت ابراز از این قابلیت را، جرأت گفتن از این که من میتانم، من بلدی میکار را، جرأت از این را ندارم. همیشه فکر میکنم که اوکی، شاید اصلا من پس شرم این معنا هستم که من نوعی احساس میکنم که انقدر، یعنی به اندازه‌ای که باید کافی نیستم که بخوایم همین مسئولیت به دوش بگیرم
و همی ابراز بکنم که من این کار بلد هستم، یا من این توانایی را دارم، یا من مستحق از این پوزیشنی که داخل از این مثلا دفتری یا همون ارگانیزیشنی که هسته مستحق از این بحث هستم. بس اینطوری هسته که وقتی میایم در مورد شرم صحبت میکنیم، خیلی از مسائل دیگه بحث فروید هم پیش میایه. بحث همو وقتی که فروید در رابطه با همو 5 سال اول زندگی خیلی آمده، در مورد این 5 سال خیلی آمده صحبت کرده و اهمیت از این گفته، این هم خیلی مهمه. افرادی که در خانواده های از لحاظ روانی سالمتر رشد پیدا کردن، اینا همون لول عزت نفسشان به مراتب بالاتر هستن و عزت نفس دقیقا نقطه مقابل از او شرم قرار میگیره. من داخل شرم هم میدانم که من قابلیت دارم، ولی توانایی زیر ندارم که ایره بروز بدم. و در عزت نفس داشتن اینطوریه که من میدانم که من این کار را میتانم و با تمام وجود همه می کار را انجام میدم. میایم از خود خو طوری مایه میذارم، از خود خو طوری امون موجودیت خود خو میذارم برای زی کار که امون نشان بدم که واقعا این کار توانایی دانشی یا همون نالجش یا همون تواناییش از من وجود داره و من این کار میتانم. پس ما نمیتانیم واقعا این بحث نادیده گرفت که این تبعیضات سیستماتیکی به مرور زمان تأثیر خوب بسیار گذاشته در نسل‌های متفاوت مردم هزاره، مخصوصا کسایی که وارد شدن در جامعه افغانستان با یک بک‌گراند خارجی، با یک بک‌گراند که مهاجر جای دیگه بودن، کشورهای همسایه زندگی کردن و در دوره‌ای که فرض بر مثال او دوره جوانیشان بوده، دوره نوجوانیشان وارد افغانستان شدن، متاسفانه در ازی پروسه شرم بسیار ضربه ها خوردن، جایگاه هایشان شاید همون حقشان خیلی جاها پایمال شده. یک سوال دیگه، خب ما در مورد ترومای بین نسلی صحبت کردیم که تاریخی چه رقم نسل به نسل در تاریخ روان هست و به نسل جدید منتقل میشه. در مورد نسل حاضر و ما، خب مثلا جامعه وقتی که ما تعریف میکنیم واحدهای مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از این واحدها میتونه خانواده باشه، فامیل کوچک میتونه باشه، و از طرف دیگه شخص خودش به عنوان مثلا یک عضوی از این واحد میتونه باشه. خب چطور آسیب‌های روانی چطور میتونه از یک شخص به شخص دیگه‌ای منتقل شوه و اشخاص به گردش در آیه، مثلا در یک اتمسفر فضا را، مثلا همون رقمی که یک دفعه یک جایی مثلا دود میشه، همه جا مثلا فرا میگیره، فضا را مثلا میبینیم مهالود میشه، قمارالود میشه، یا همین رقم. آیا میتونیم بگویم که آسیب های روانی میتونه مثلا اگه یک شخص بهش مبتلا شوه میتونه همون رقمی که آنفلانزا منتقل میشه خود منتقل بکنه به شخص دیگر و بعد یک فضا و یک اتمسفری رو مثلا به وجود برنه که سرشار از آسیب روانی هست؟ دقیقا این سوالی هست که در جوابش هم بخش نیورو سایکولوژیکال میاد جواب میده، که همینطور که گفتم برایتان در رابطه با همون عمل کرده مغز، این فردی که حالا خودش یک سری از اختلالات را داره، این نمیتانه پنهان کنه این اختلالات را، چرا که این اختلالات به مرور زمان، نیاز به زمان بلند مدتی هم نداره، خیلی زود با رفتارهایی که فرد از خود نشان میده خیلی زود بروز داده میشه و فهمیده میشه. و بحث انتقالش که شما الان میپرسید که آیا منتقل میشه یا نمیشه، بحث انتقال این اختلالات، این بحث ها یا این تراما ها اینطوری هست که
بستگی به همو روابط بین فردی افراد دارم. فردی که اوکی، فرد اول میگیم که این اختلال داره، ولی فرد دوم که فرد بر مثال هم اتاقی ازی فرد هستم، هم دانشگاهیشم، در یک دانشگاه در یک کورس با هم درس میخوانن، یا به هر دلیلی هم خانش یا هر چیز دیگه ای اصلا اعضای خانواده شن، بستگی داره که این روابط بین فردی به چه شدتی نزدیک باشه. و در خیلی از موارد متاسفانه او فردی که مریض هست به مرور زمان او خب اختلالات بشه. اصلا چرا اسمش اختلال هست؟ چون ای اختلالات، ای بحث ها یک وایب منفی تویش وجود داره. ما نمیتونیم بگیم که کسی که افسردگی داره وایب از وایب مثبتیه، نیسته. ای همیشه از جمع گریزان هسته، به خیلی از جاها میایه یک سری از صحبت های را انجام میده که ای صحبت ها در درون صحبت های از این ناامیدی موج میزنه. و منی که به عنوان شنونده، به عنوان کسی که آمدم با یا همخانه هستم یا همکلاسی هستم یا هر چیز دیگه به هر طریق ربطی به این فرد دارم، ناخودآگاه این وایب را میگیریم و این به طور کاملا چجوری بگم کاملا unconsciousness ایمه وارد میشه، یعنی قشنگ انتقال پیدا میکنه. و در خیلی به خاطر از این مسئله که من همیشه به خیلی از حالا حتی کسایی که باشون در ارتباط هستم، پروسه درمانی رو با اونا حتی داریم پیش میبریم، خیلی وقتا میگم که خوبه که در مورد احساساتتان حرف بزنید، ولی تا او پروسه درمان تکمیل نشده سعی برازی بکنید که نظریتان در رابطه با موضوعاتی که مربوط به جمعی هسته نظریتان یا ندین، یا اگر اون نظریه را دادین حداقل سعی بر این داشته باشید که نظریتان طوری باشه که مثبت‌تر یا وایب منفیش کمتر باشه. اوکی، من به عنوان یک آدم افسرده وقتی در مورد موضوع زندگی و امید کسی از من میپرسم، حتما من خب به دلیل همون اختلالی که دارم من هیچ امیدی به فردای خودم حتی ندارم، هیچ دلیلی هم نمیبینم که برای فردای خود هیچ تلاشی بکنم. ولی در نقطه مقابل من یک کسی هست که داره زندگی میکنه و من میبینم که در 24 ساعت 18 ساعت از دور او در حال تلاش و تکاپویی و پیدا کردن یک راهی برای افزایش علمیتش، افزایش همون اسکیل های روزمرهش هست. پس در این صورت یک متاسفانه یک اجحاف میتونیم بگیم هست که بخوایم همو وایب منفی رو در او فرد هم بخوایم انتقال بدیم. و میگیره بسیار هم مصری هست متاسفانه. اختلالات روانی یک از بحثای خیلی بحث، یعنی مصری بودنش همیشه یعنی بحث شده بین روانشناسا، در مخصوصا در اطرافیا بسیار میتونه که تاثیر بگذاره، اطرافیان نزدیک. خب یک مسئله دیگه که شاید اهمیت داشته باشه اینجا مثلا ذکر شود و سوال شود در موردش، در جوامعی که تحت ستم هستن مثل هزاره و بعد با آسیب‌های مختلفی روانی که باش سر کار میتونه داشته باشه، از جمله تروماهای مختلف بین نسلی تاریخی و بعد آسیب ها یا اختلالات مختلف روانی، عنصر اعتماد بین افراد به چه حالتی در می آیه، چه تأثیری می تونه بگذاره بر اعتمادی که آدم ها بر یک دیگر می تونه داشته باشه. من از این میخوایم از این راه گذر باز از این مسئله عنصر اعتماد بعد پیشتر بریم و بعد روابط بین افراد را و بعد برگردیم به اون تئوری که قبلا اشاره شد، مکانیزم عمل استبداد در جایی که درونی شده مثلا، و در اونجا روابط بین افراد چگونه روابط بین افراد جامعه ستم دیده را میتونه تحت تاثیر قرار بده. برگردم به اعتماد، با اعتماد چه اتفاقی میفته بر سر اعتماد؟
اگه از منظر بحث روانشناسی و روانشناختی بخوایم بحث اعتماد بخوایم باز کنیم، میتونم خودم شخصا میتونم بگم که یک نور هست توی تمام از تاریکی هایی که وجود داره، چرا که این بحث اعتماد هست که اجازه میده فرد بتانه به پروسه خودشکوفایی برسم. ما یک روانشناسی داریم به اسم مازلو که آمده یه سری از بیسیک نید های انسان ها را آمده طبقه بندی کرده که در حد اعلای از اون همون بحث خودشکوفاییه. تا اعتمادی در کار نباشه فرد معمولا در خودشکوفایی نمیرسن، مگر اینکه واقعا یک سری از حمایت های دیگه هم در کنارش داشته باشه. و ما وقتی در مورد اعتماد حرف میزنیم، خب جنبه های متفاوتی از اعتماد وجود داره. یعنی وقتی به عنوان یک کسی که از یک قومی هستم که یک سری از آسیب ها را از اقوام دیگه متحمل بودم، پس این پروسه روی بحث اعتماد منی که از این قوم هستم و دریافت کننده یک سری از آسیب ها بودم، پس این اعتماد ناخودآگاه شکسته میشه و یک برای پروسه دوباره بازسازی از او واقعا سالهای مدیدی را در کار داره که بخوای اعتماد سازی دوباره اتفاق بیفته. و اینکه چه سیستم هایی و چه نهادهایی چه سازمان هایی در این عرصه چه کارهایی را انجام دادن که اعتماد شکسته شدن، حالی همونا یا در کنار از او خیلی بحثای دیگه، خیلی کسای دیگه هم چه کارهایی دارن انجام میدن که بخواین این اعتماد سازی دوباره اتفاق بیفته. آیا اصلا اتفاق میفته یا نه؟ آیا این شدت اعتماد شکستنه انقدر عظیم بوده که در کنار از او باعث و بانی خیلی از بحثای دیگه ای بوده تویشی؟ مثل جنایت هایی که اتفاق افتاده. پس من که از یک همچین دریچه ای همچین آسیب هایی را دیدم، پس برای من شخصا بسیار میتونه سخت باشم که بخوایم دوباره اعتماد کنم. خب این بحث بگیم در بخش حالا بحث دولتی یا بخش وقتی که در مورد دولت ها حرف میزنیم، در مورد قوم ها حرف میزنیم، بحث اعتماد، بحث بین اعتماد بین فردی هم وجود داره که این بحث خیلی بحث شیرینیه و واقعا بحث بسیار گسترده ای هم هستم. من اونطور که گفتم دوباره میگم، واقعا در این راستای بحث روابط بین فردی مخصوصا اعتماد همون چراغیه که یک نوری میزنه در رابطه بین دو فرد، بین خانواده، بین چندین نفر، که این نور نه تنها به او فردی که در او اعتماد شده برای زو راه گشایه، راه را برای زو مهیا کرده یا راه را برای زو شفاف کرده، حتی برای دیگران هم آرامش بخش هسته، چون در کنار از این اعتماد یک سری شفافیت ها به وجود می آید، یک سری از بحث های به وجود می آید که من ای که حالا اوکی به عنوان یک انسان ما باید اعتماد کنیم در اطرافیان خود، خب برای خب تا چه میزانی، تا چه اندازه ای و این اندازه آیا بستگی به چه مسائلی داره که چه مسائل مد نظر بگیریم بعد از او اعتماد کنیم. وقتی که ما از اعتماد داریم صحبت میکنیم، ظرفیت افراد در بخش اعتماد کردن بسیار رول داره، بسیار یعنی امکان از این وجود نداره که در هر کسی یک لول یک اندازه بشه اعتماد کرد. ما مخصوصا در بخش حالا روابط بین فردی که میریم در موردش حرف میزنیم، یه سری از ریلیشنشیپ هایی که وجود داره، رابطه دو خواهر، رابطه بین والدین و اولادها، رابطه بین دو مثلا بین همسران، همه اینا کاملا یک موضوع های کاملا متفاوت از هم دیگه هستن. فرض بر مثال یک نمونشی، من اولاد به پدر و مادر خود خو خیلی راحت تر از هر بحث دیگه، از هر روابط دیگه ای اعتماد میکنم. به چه دلیلی؟ به همون دلیلی که در سالهای گذشته یا
یک اتفاقاتی که افتاده، یک سری از حالا تجربیاتی دارم که احساس میکنم که اینها قابل اعتماد ترین ها هستن، یا حداقل در اون راسته روزهای سخت تو بحث ارتباط وقتی پیش میایه، روزهای سخت تنها کسایی هستن که واقعا از صمیم قلب فکر میکنم که میشه دهشان یا ده همون پشتیبانیشان پشت ما گرم باشن، خاطرم جمع باشن. ولی خب این بحث اعتماد ممکنه برای همه اینطور صدق نکنه و در جوامع مختلف طبق آقای میرحضار، طبق عقاید مختلف، طبق فرهنگ ها و سنت های متفاوتی که وجود داره، بحث اعتماد هم کاملا تفاوت های خیلی بارز خود رو هم داره. درست است. یکی از چیزهایی که من در جوامع سرکوب شده ما میتونیم ببینیم و هزاره مستثنا نیست در این مسئله، و البته که هزاره جز جوامع سرکوب شده هست، شاید بشه گفت که هزاره جز و سرکوب شده ترین مردم جهان می باشد، یعنی هیچ مردمی را ما نمیتونیم پیدا بکنیم که بیش از یک قرن است که این رقم مدام با انواع جنایات سر کار داره. بین تحت تاثیر قرار گرفتن روابط بین افراد، حالا یک خب این میشه مثلا این رو برد، این بحث رو برد در حوزه مثلا انسان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی هم بحث کرد البته، ولی در همین حوزه روانشناسی و مسئله عنصر اعتماد ما میبینیم در جوامع تحت ستم بسیار زود تنش‌ها مقابل یک دیگر، افرادی که در درون جامعه تحت ستم هستند، تنش‌ها به آسانی تنش ایجاد میتونه شود، آدم‌ها به راحتی میتونن پرخاش بکنن، یک دفعه عصبانی شوند و مقابل یک دیگر قرار بگیرن و زور هر کسی به اصطلاح سنگر گرفتن مقابل یک دیگر، زور خود به این نشان دادن، او ده اون نشان دادن، و بسیار سخت است که نمیگم ناممکن، بلکه بسیار دشوار و سخت است که یک جای شوند و کار بکنن و بلند مدت کار بکنن. این چقدر مسائل آسیب‌های روانی در این نوع رفتارهای آدم‌ها در درون جامعه تحت ستم نقش داره؟ خب من فکر می‌کنم که دوباره ما می‌تونیم ربطش بدیم به همون جامعه‌ای که به هر حال دارن زندگی می‌کنن و جامعه‌ای که از او در دوران‌های متفاوتی از رشد شخصیتیشان حالا یک وایب رو گرفتن، یک تأثیر رو پذیرفتن از او جامعه ها. اینا همه در کنار هم دیگه میایه همون بحث اعتمادسازی یا بحث مقاوم بودن از اینا در رابطه با خیلی از بحث‌های مربوط به تراماها میتونیم بگیم، میگه خیلی در موردشان میتونیم بگیم که خیلی نقش داره. ولی در کل بحث خود شخصیت فرد یا افراد همو جامعه هم میتونیم بگیم که نادیده نباید گرفت. طبق حالا یک سری از حالا بحث هایی که وجود داره در مباحث روانشناسی، حالا بستگی به همی شخصیت و فرد داره که چقدر توانایی از این مسئله داره که ای پروسه را، حالا هر قضیه که میتونه باشه، ای پروسه را چه رقم بتونه که به مرور پیش ببره و چه رقم میتونه که اوکی فرد تأثیر گذاری در جامعه که در حال حاضر در حوز جامعه در زندگی میکنه، چه از بود مثبت از او و چه از بود منفی از او، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه او شخص یا او فرد. دیگه فکر میکنم که همه اینا که در کنار هم دیگه قرار بدیم، اینا باعث بانی یک سری از حالا رفتارها یا تیپای رفتاری میشه که ما از خود نشان میدیم. مسئله اعتماد به نفس،
اینجا چطور هست؟ آسیب روانی چقدر و به چه شکلی بر اعتماد به نفس تأثیر میگذاره و بعد به همین شکل مثلا این میتونه بر روابط افراد درون جامعه ستم دیده تأثیر گذار باشه؟ خب یک سری از بحثایی که الان داریم پیش میبریم این بحثایی هست که ما قرار بر از این مسئله داشتیم که در برنامه های بعدی داشته باشیم این بحثا. ولی خب سوالتان هم سوال خیلی خوبیه. بحث اعتماد به نفس وقتی که ما میاییم در مورد از این صحبت میکنیم، اوکی، میتونیم بگیم که در خیلی از جوامع مثل جامعه ما، جامعه کسایی که حالا از این قشر هستیم، از این مردم هستیم، یک کمک میتونیم بگیم هسته برای به دست آوردن یک سری از استانداردها یا معیارهایی که برای ما خیلی اهمیت داره، برای به دست آوردن یک سری از موفقیت هایی که ما احساس میکنیم با به دست آوردن از این موفقیت ها میتونیم تأثیر گذار باشیم برای نسل‌های بعدی و یا حتی الگویی باشیم برای افراد موجود در همین نسلی که بر حال هستیم. ما به عنوان یک زن هزاره، به عنوان یک کسی که در از این قوم هستم، وقتی با همه بحث هایی که موجود بودن که در موردش در این 3 ساعت و 5 دقیقه صحبت کردیم در کنار از اینا، ما وقتی آمدیم این موضوعات را میاییم در مورد چی صحبت میکنم، یه سری تصمیماتی بر زندگی خود خود میگیرم، من میدانم که وقتی در مورد از این موضوع صحبت کنم چه تأثیری میتونم بگذارم در بقیه افرادی که مسیرشان هم مسیر با ما هستن، یا من ای که به عنوان کسی که آمدم از او حس اعتماد به نفسی که از طرف جامعه یا از طرف والدین آمدم و کسب کردم، این چقدر تأثیر گذاشته رو اچیومنت هایی که داشتم. چون ببینید آقای میرهزار، خیلی بحث اعتماد به نفس خیلی بحث گسترده ای هست وقتی ما در موردش حرف بزنیم. اعتماد به نفس یک حالتی هست که حالت اکتسابیه، یعنی ما میگیریم. یکی میایه میگه که فلانی شما گوینده خوبی هستی. خب یک بار اتفاق میفته، دوبار اتفاق میفته و بار دهم و بیستم و صدم به مرور در وجود او کسی که داره یه حرف میشنوه یک انرژی به وجود میایه که او انرژی به همون جهت او را جهت میده. میگه که اوکی، وقتی که همه کسایی که با من نشست و برخواست کردن این نظریه را دارن، پس حتما من میتونم در این عرصه خود رشد بدم، یا حداقل این اسکیل در وجود خود رشد بدم. پس بحث اعتماد به نفس میتونیم بگیم یک چیزایی هست که ما میگیریم از ایده دیگران، از روند برخورد دیگران نسبت به رفتارهای خودمان، نسبت به بودهای اسپکت‌های متفاوت شخصیتی خودمان، و این را توی یک جامعه میایم نشان میدیم. ولی بخش عزت نفس باز کاملا متفاوت هست از این قضایا. اجازه بدید باز بعداً سر از این موضوع حرف بزنیم. حتما. خب بریم در یک سوال دیگه ای که یکسان سازی اجباری، مثلا یک جامعه را شما در یک جامعه زندگی میکنن، گروه های مردمی ملیتی مختلفی در اونجا زندگی میکنن، حتی زبان متفاوت دارن، دین متفاوت دارن، چهره متفاوت دارن، فرهنگ و سنت های متفاوت دارن، اما از یک طرف دیگه مثلا ما میبینیم که تلاش میکنن یکسان سازی صورت بگیره، مثلا روند افغانیزه کردن به اصطلاح خودش مثلا چیز است، یکی از این نمونه ها هست که مثلا حتی گفتنی که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم و برادر هستیم، میبینیم مثلا هر سه از اینا در این ترکیب کاملا ترکیب غیر انسانی تلقی میشن. این خود این یکسان سازی ها چی رقم میتونه بر باعث به وجود آمدن آسیب‌های روانی شوند؟
خب این بحث یکسانسازی توی جوامع فکر میکنم که خیلی بحث جامعه شناسانه ای میتونه باشه، ولی من خودم از دریچه تخصص خود خوب بخوام در مورد صحبت کنم، حداقل برای نسل برحال مردم افغانستان، مایی که نزدیک به 16 سال در کشور افغانستان زندگی کردم و در این محیط بودم، چه به عنوان یک فرد عادی تو جامعه قومی خود خو و چه به عنوان یک فرد اکادمیک در مکانهای اکادمیک مثل دانشگاه و چه به عنوان فردی که به عنوان یک آدم متخصص در یک بخشی در دفاتر اینترنشنال آمدم همکاری کردم. پس ایره من به عنوان یک فردی که در این بخش در این سه گزینه که برای تا نام بردم آمدم و تجارب خود رو میخواییم در شما بگم، فکر میکنم که بسیار پروسه زمانبریه و بسیار نیاز به حمایت خیلی سیستماتیک، نیاز به یک سری از به وجود آوردن یک سری از استانداردها، قوانین، حتی تصویب یک سری از قانونها حتی باید در پس زمینه وجود داشته باشه که به مرور زمان بشه همچین اتفاقی یا همچین ادعایی کرد، ادعای همسانسازی. ما تا وقتی که در جامعه زندگی میکنیم مثل جامعه برحال الان افغانستان، ما این یکسانسازی را متاسفانه نداریم و واقعا به دست آوردن از این پروسه یکسانسازی نیاز به تدبر خیلی عظیمی داره. فکر میکنم نیاز به حمایت خیلی عظیمی داره. خانم مهاجر، اینکه منظور من از یکسانسازی مثلا افغانیزه کردن همه چیز و نادیده گرفتن، حذف تنوع در اینجا منظور هست. امیدوارم منظور خودت درست رسانده باشم. مثلا ما امیال یک گروپ قرون وسطایی از یک قبیله خاص حاکم است، تک قومی است، تک جنسیتی است و فرهنگ و فکر و تاریخ خودش، همون رقمی که مایندست خودش هست، میخواد بر دیگران تحمیل بکنه. همه شما این رقم باشن و اگر نمیخواین باشن قتل عام میشن، حذف میشن، برن، براین. این رقم منظور من از یکسان سازی ای هست. اوکی، پس من احساس کردم که اوکی، ما منظور شما رو پس درست نگرفته بودم. در این راست دقیقا همین مسئله پیش میاد که اوکی، با او تاریخی که ما داریم، برحال او تاریخی که حداقل حالا تاریخ گذشته تر هم که در نظر نگیریم، تاریخ همین 200 سال که گذشته، 200 سال اتفاقاتی که در طول از 200 سال گذشته، که اتفاقاتی که واقعا از نسل به نسل آمده، دست به دست، همه داستان ها، همه ای تراما ها به ما رسیده و ما از زیر و بم از این قضایا تا حدودی، حالا نه کامل شاید، تا حدودی خبر داریم. فکر میکنم این پروسه یکسانسازی هیچ امکان پذیر اصلا نیست، یعنی معنایی حداقل نمیتونه داشته باشه. من به عنوان یک فرد هزارم، من تاریخ خود دارم، فرهنگ خود دارم، زبان مربوط در قوم خود خود دارم و چهره مربوط در قوم خود خود دارم و واقعا فکر میکنم که این یک تصور شاید حالا نابجایی هستد که از طرف کسایی که به هر حال دارن حاکمیت میکنن در کشور ما، این تصور حالا داره ترویج میشه و داره در موش صحبت میشه. درست است. خب متاسفانه همین رقم تلاش خودم میکنن اینا در عین حال، و حالا اینکه چقدر موفق میشن عوامل و فاکتورهای مختلفی دخیل هست در اینجا. یک سوالی باز، من زیاد رفتم خارج از حوزه امو روانشناسی رفتم، امو رقمی که گفته شدی مباحث به راحتی میشه برد در حوزه ها و
شاخه‌های مختلف دیگه علم هم طرح کرد. حالیم نزدیک 3 ساعت و 13 دقیقه هست، کوشش میکنم کوتاه سوالات رو کوتاه‌تر بکنم تا خلاصه‌تر بکنم تا به اصطلاح باز وقت داشته باشیم برنامه های بعدی هم دارم پیش رو. مسئله گناه، عنصر گناه را، احساس گناه، گناه کردن، ای که پنداشتن از ای که حال مثلا یک شخص هست نزدیکان خود از دست میده با این جنایات مختلفی که هست و کم هم نیستن از این تعداد آدم ها، نزدیکان خود را از دست میدن و ممکن احساس بکنن، احساس گناه بکنن که چرا آنها زنده هستن و چرا همراه با دیگران نرفتن. این چقدر در از دید روانشناسی این چقدر احتمال به وجود آمدن همچین احساس گناه ممکن است و چه نوع آسیبی محسوب میشه، در کدام مثلا حوزه از آسیب های روانی میشه این را ترک کرد و بعد به درمان اینا پرداخت؟ بحث احساس گناه آقای میرهزار معمولا دقیقا همگام با همون تراما اتفاق میفته. وقتی یک حادثه ای، یک اتفاقی، گفتم حتی میتونه که یک حادثه ترافیکی باشه که یک عزیزان خود ما در حادثه از دست میدیم، میتونه یک بحث مثل بحث های نسل کشی باشه، مثل اتفاقاتی که اتفاقاتی که در افغانستان میفته، من ممکنه که اعضای خانواده در افغانستان باشه و مثل زلزله پی در پی که شهر هرات بود که در طول همین چند وقت پیش اتفاق می افتاد. ناخودآگاه ای حس گناه دقیقا یک چیزی شبیه به همین پروسه تراما، یعنی همگام بازو می آید سراغ کسایی که واقعا یا بازمانده های از این اتفاق هستن و یا او اتفاق جریان داره و یک عده افراد دور هستن از این بحث. برای مثال همین یک مثال خیلی ساده ای که به شما گفتم، همین فردی که من نام بردم که گفتم در شفاخانه یک کار میکردم آمده بود، بیشترین حس همو بحث اختلال افسردگی شدیدی که او داشت ای کاملا همو با موازات از او بحث احساس گناه هم داشت و او بارها داخل از او کیسی که کیس از او فردی که ما خواندیم، بارها داخل کیس از او ذکر شده بود که ای کاش من هم همراه از اونا رفته بودم، ای کاش من هم در ترکیه بودم مثلا. خب این بحث دقیقا یک پروسه بسیار زمانگیر، پروسه هست که واقعا به طول سالها به طول می انجامه تا بخوای این فرد با او واقعیتی که موجود هست روبرو بشه و این بدون کمک، یا بهتر بگم بدون حمایت های یا ساپورت های عاطفی و روانی اصلا امکان پذیر نیست. چون ما برای تراپی یا برای امو تداوی افرادی که مخصوصا با پروسه سوگ حالا چی هستن، یعنی با این پروسه دست گریبان هستن، ما بیشتر از این تداوی هایی که می استفاده میکنیم نهایت تلاش را داریم که بیشتر اینا را با واقعیت موجود در زمان حالشان بیایم اینا را نزدیک کنیم، نه اینکه بگیم که اوکی بیا فراموش کو بحث را یا بیا همچین چیزی، خب امکان نداره. ولی نهایت تلاش ما به عنوان کسایی که در رأس از این حالا چی هستیم و قراره که کمک کنیم در افراد آسیب دیده، نهایت تلاشمون هست که بتانیم با واقعیت های موجود که این واقعیت های موجود از روش های کاملا متفاوت، مخصوصا بحث احساس گناه که پیش می آید کنار از او پروسه تداوی بقیه اختلالات روانی خیلی دوامدار می شن و خیلی اینا به کسی که اوکی با واقعیت نمیگم راحت تر ولی کلا با واقعیت که روبرو بشه
اینطوری این پروسه درمان از او به مراتب کوتاه‌تر میتونه باشه، به مراتب طرز فهم از او، از او واقعی که اتفاق افتادن میتونیم بگیم خیلی کمک میکنه به ای که دوباره او حالت نرمال خود خود نزدیک شد و حالت نرمال خود خود بخواه برگرد از او تر. و قرارم نیست که او تداوی که صورت میگیره او فرد به طور 100% بگیم که اوکی در همون درجه کامل او تراپی اتفاق میفته و کامل او همه چیز اوکی میشه. همه چیز ما وقتی که حرف از تراما میزنیم، ما وقتی حرف از سوگ میزنیم، حرف از این همه بحثایی که مربوط به یک قوم مخصوصا میشه داریم در مورد از اینا حرف میزنیم، اینا ریشه در تمام اسپکت های جنبه های متفاوت شخصیت از ما داره که ما یکی را بخوایم درمان کنیم، یکی دیگه ممکنه شکوفا شه و بیایه باعث اختلال به همون زندگی روزمره ما شوه. پس در این صورت یکی از بهترین کارا بحثا همین مسئله است که بتانیم کمک کنیم برای با واقعیت روبرو کردن از این افراد و در کنار از او استفاده از این همه دوش های تداویی که وجود داره در علم روانشناسی. خب که پسانتر باز ما در برنامه های بعدی به اونا میپردازم. مسئله امید در اینجا، عنصر امید را چه رقم ارزیابی میکنید؟ این آسیب های روانی که مردم تحت ستم از جمله هزاره ها با اونا برخورد میکنن، دوچارش میشن، امید در اینجا چی میشه؟ امید چه رقم تحت شعاع قرار میگیره؟ خب وقتی ما در مورد امید میایم حرف میزنیم، خیلی از مباحث متفاوتی میایه از دیدگاه، مخصوصا دیدگاه روانشناسی. از جمله بحث همو تارگت های متفاوتی که افراد متفاوت در اجتماع که دارای پوزیشن ها یا همو جایگاه های اجتماعی متفاوتی هستند، به همون منوال یک سری از اهداف رو برای خود خود حالا میاین در رأس قرار میدن و برای زور رسیدن در اون هدف یک سری از پلان هایی رو میریزن که بخواین در اون هدف حداقل نزدیک بشن، حتی در اثر بگیم که اوکی، یا اینکه واقعا اون هدف رو بخواین کسب کنن. اگه امید در این مبحث جای نداشته باشه، اگه امیدی وجود نداشته باشه برای فردای بهتر از جامعه، فردای بهتر یا رسیدن به همون مقطع عالی که ما فکر میکنیم در او احساس آرامش بیشتری داریم، فکر میکنم که تمام او انرژی و توان که نیاز هست در او مسیر را، تمام او انرژی به مرور زمان همه پایین میره. به این امید هست که میتانه در فرد یا افراد یک جامعه مثل جامعه ما مردم هزاره، ای امید در همه آینده، امید در بهبود اوضاع هست که میتونه کمک کنه برای روند بهتر از این جامعه. ما قرار باشه که ناامیدانه پیش بریم، پس در این صورت عده کثیری از مخصوصا قشر جوان از ما همه تجربه بگم، یعنی همه اهدافشان یا مو قله هدفشان هی پایین و پایین و پایین تر می آید و او تواناییشان هم طبق همو اهدافی که بر خود چیدمان کرده، او تواناییشان هم به مرور پایینه. این امیده که می آید به ما، یعنی به عنوان یک قشری کسایی که با همه اون همه تبعیضایی که اتفاق افتاده، با همه از اتفاقاتی که در طول تاریخ حالا سرنوشت، حالا اتفاقاتی که برای نسل‌های گذشته ما افتاده متاسفانه، ولی خب با اون حال باز هم میبینیم که واقعا مخصوصا تو قشر از ما، قشر نسل جوان مخصوصا، به شدت آدمای امیدواری هستن. ایره کسایی که تو افغانستان زندگی کردن میدانن، ما در هر مراسم های حالا مراسم های مذهبی، مراسم های مثلا ها قومی یا هر چیز دیگه‌ای، یا حتی همین لیول های علمی وقتی که بالا و بالاتر میره، همه از اینا رو ما
حاصل همو امیدوار بودن به آینده، یک اینا رو در کنار خود خود داریم، اینا رو میتونیم تجربه کنیم، اینا رو میتونیم دهشان دست پیدا کنیم. مثلا برای مثال همون قضیه یمو متاسفانه وقتی که مؤسسه یمو که کسایی که آماده کنکور میگرفتن ماسه کوسر، وقتی که او انتحاری پیش آمد، خب اگه امیدی در کار نبود آقای میرحزار، همه خانواده ها، همه پدر مادرها دیگه اصلا اجازه زیر نمیدادن که بچه هایشان داخل از مؤسسات بخواییم برن دوباره درس بخونن. با اون حالی که این اتفاق سیستماتیک بارها اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، چندین بار این اتفاقات می افتاد. این بحث امیده که این ملت یا این مردم ما را، قوم ما را سر پا نگه داشته تا الان. ما امروز اگه داریم، اگه قوم هزار را الان داریم، طبق همین امید داریم. و غیر این صورت شاید خیلی وقت ها شاید هیچ الان ادعای زیر نمی کردیم که اینقدر ما حالا این سنت ها رو داریم، این فرهنگ داریم، این قدمت داره تاریخ ما همه اینا. خب از یک مسئله دیگه، مسئله شما یک اشاره کردیم به اجتماعات هزاره و بعد در خلال مسئله امید، ما خب عناصر استبداد، استبداد و عواملش همیشه کوشش میکنه نابود، نابودی فیزیکی و نابودی معنوی به همه از هر طریقی میخواد نابود بکنه. در کنار مثلا جنوساید، حذف فیزیکی و بیولوژیکی، ما حذف فرهنگی را هم داریم. نسل کشی فرهنگی هم یکی از مباحث بسیار خوبی هست که معمولا دنبال میکنن کسایی که به مسائل نسل کشی میپردازن. خب حالا از طرف دیگه ما نسل به نسل، ما به ویژه زنان هزاره، مادران هزاره آمدن و فولکلور، مثلا فولکلور هزاره، ادبیات عامیانه هزاره را نسل به نسل منتقل کردن و به نسل ما رساندن. روایت ها، قصه هایی که از گذشته ها، از بزرگان ما بوده، از مثلا فرهنگ ما، از هویت ما بوده، مثلا ما همچنان مثلا این هویت را داریم. چقدر امی عمل خودش به نظر شما باعث شده برای این که هزاره به لحاظ روانی مقاوم تر شده و آسیب ها نتانه هزاره را مثلا بالکل نابود بکنه؟ آسیب های روانی منظور من هست. ما در این رابطه در علم روانشناسی یک کسی رو داریم به نام آقای یونگ، کارل یونگ، که این آمده در رابطه با همی مسئله خیلی قشنگ آمده تحلیل کرده، گفته که هر نسلی که میگذره، یعنی وقتی که یک نسلی تمام میشه و یک نسل بعدی به وجود میایه، اوکی، یا این نسل یک سری اتفاقات، یک سری رسوم ها، یک سری از فرض بر مثال فرهنگ ها، حتی اتفاقات که تو جوامع میفته، حتی افکار، حتی طرز حرف زدن ها، همه از اینا طبق همون روایت هایی که ما از نسل قدیم خود خوب میگیریم همون رو انتقال میدیم. فرض بر مثال همه قضیه لهجه یا مو، آره دیگه، لهجه ای که مثلا مردم هزاره دارن، ما میدانیم که خود حتی بین مردم هزاره هم لهجه های متفاوتی وجود دارن که این لهجه ها هر کدام شیرینی خود و زیبایی خود خود دارن و هیچ کدام برتری و کمتری از اون یکی ندارن. و اینا همه فکر میکنم که باید دستبوس همی پروسه بود، همی سیستم بود که به طور عامیانه آمده ادبیات را، مثلا یا همون فقط ادبیات نه، یه سری از فرهنگ ها، یک سری از سنت هایی که مثلا اتفاقاتی که توی زمان های مختلف، مثلا توی بحث شیرنخوری ها، عروسی ها، نمیدانم به دنیا آمدن فرد جدید در خانواده، همه اینا همون نسل به نسل هم تو انتقال پیدا میکنه و این خود از این به عنوان یک دانش هسته. یا همون کارل یونگ میگه که این خود یک دانشه که این دانش به طور سیستماتیک همینطور داره انتقال پیدا میکنه و ما هم به عنوان کسایی که از این قوم هستیم، تا جایی که امکان چی وجود داره، به نظر من شخصا باید تا جایی که امکان چی وجود داره بتانیم که حفظ کنیم همو
همو معیارهایی که از دیدگاه ما یک معیار عالی هستن، یک بحث کاملا مفیدی هستن و ما دوست داریم که مثلا این نسل بعدی ما، اولادهای ما، حتی نوه های ما یا نسل های بعدی ما اینا از این برخوردار باشن، که یکی از راحتترین و یعنی سرزبان ترین مثالش بحث زبان هست، یعنی لحجه شیرینی که ما داریم. من فکر میکنم که همیرا از سایه سر پدر مادرایی که واقعا زحمت کشیدن و به خاطر از اون ما داریم، وگرنه که خیلی از خانواده ها موجود بودن که در کشورهایی که ماها مهاجر بودیم کاملا به زبان و به لحجه و به اکسنت خود از اون کشور صحبت میکردن. ولی ما حالا نمیگم کامل، ولی خدا رو شکر همینقدر که داریم شاکر هستیم. خب البته باز میره در حوزه مثلا علوم دیگه، علوم اجتماعی مثلا، که تأثیر مثلا چه تأثیراتی میگذاره مثلا آوارگی یا مهاجرت حتی ما در نسل دوم سوم و کسای ما، یعنی نباید اید دور از ذهن داشت که مثلا دو نسل دیگه مثلا هزارهایی را در کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم که اصلا به این زبان صحبت نمی کنن و به زبانهای مختلف، آلمانی، اسپانیش، نروژی، فرانسوی یا زبانهای دیگه گپ می زنن و باید عناصر دیگه ای باز هزارها باید داشته باشن که بتانه اینا را پیوند دهنده همه هزارها باشه، یعنی نمیتونه تنها، مهم است، بسیار مهم هم هست عنصر زبان، ولی یک عناصر پیوند دهنده محکم دیگه ای باید هزارها داشته باشن که حتما دارن، فقط باید پیداش بکنن، درست تشخیص بدن و روی او را مستحکم ترش بکنن تا این نه تنها امور رقمی که مثلا تراما منتقل شده بتونه مثلا این عناصر پیوند دهنده هم به شکل تاریخی نسل به نسل و در بدون در نظر گرفتن که در کدام قسمت جغرافیا هست افراد را پیوند به دیگه بده. خانم مهاجر خسته شدین؟ 3:30 شد. شما خسته نباشید، من دقیقا یک میتینگ دیگه متاسفانه در همین نیم ساعت دیگه، یعنی یک میتینگ الترنت بلند مدت مثل ای، ولی در حد یک کوتاه مدت دارم در همین نیم ساعت آینده است و اگر امکانش باشه یک جمع‌بندی انجام بدیم که من تایمی هم داشته باشم بین هر دو برنامه ای که دارم، که از لازم یک سوال فقط میپرسم در آخر که باز برگردیم دوباره گوشزد شوه، یادآوری شوه اهمیت طرح مسائل روانشناسانه در جامعه آسیب دیده مثل جامعه هزاره هست، که ای چه تأثیری طرح این مسائل چه کمکی میتونه بکنه و درمان، و اشاره باز هم میکنم که در ما ای خود جلسه اولین برنامه ما با شما است و در برنامه های دیگه هم خواهیم داشت به صورت مفصل جزئی تر هم مرقبی که ذکر شد باز به مسائل میپردازم. بفرمایید روی اهمیت قضیه باز دوباره متذکر شویم به ما. من در دوره ای که افغانستان کار میکردم آقای میرحضار، دقیقا کاری که انجام میدادیم یکی از بزرگترین اهداف کارهایی که حالا وظیفه‌ای که من داشتم همین مسئله بود، که مخصوصا در قریه‌جاتی که از شهر دورتر بودن و دسترسی مردم کمتر بود، مسائل حالا همین نیازه اولیه که مثل بخش صحی، این چون همین بخش روانشناسی هم جز خدمات صحی محسوب میشن، ما همی کار انجام میدادیم. ما ترنینگ های متفاوتی را میگذاشتیم برای از این که مردم را آگاه کنیم به این که در صورت ندانستن و نشناختن و ناآگاه بودن شما در رابطه با اختلالات روانی چه پیامدهایی منتظر شما میتونه باشه و چه اتفاقاتی قراره که طبق از او
بین حتی اوکی بگیم یک نفر از اعضای خانواده اگر همچین مشکلی را داشته باشه، او میتونه چه تاثیری در بین همه تاثیرش در روی همه از افراد دیگه از خانواده داشته باشه. می آمدیم جایی که خود من شخصا کار میکردم، متاسفانه جایی بود که حتی خانوما اجازه نداشتن که از خانه بیرون شوند. در جایی که ما یک مقری ساخته بودیم در داخل قریه جات که اونجا ترنینگ های خود برگزار میکردیم و خانوما به هیچ عنوان اجازه زیر نداشتن که بیاین اشتراک کنند. در جایی که حتی ترینر کسایی بودن که مثل ما، خب خانمایی بودن، بخش گروهی از روانشناسا داشتیم، گروهی از روانپزشکا داشتیم. اینطور بود که ما مجبور بودیم به کسانی که در رأس از او قریه قرار داشتن، کسایی که حتی همزبان ما نبودن، ما برای تفهیم از اونا انرژی بسیار بالایی رو مصرف میکردیم که یک موضوع بسیار ساده رو در اینا تفهیم کنیم و بفهمانیم که اینا بتانن این رو انتقال بدن که بتانیم جلوگیری کنیم از شدید شدن یه سری از اختلالات، بتونیم کمک کنیم در او افرادی که بر حال اختلاف دارن، یا کمکی باشه برای کسایی که به مرور زمان پیش رو دارن این اختلالات را. فرض بر مثال خانومی که باردار هسته، ما یک افسردگی داریم برای افسردگی دوره بعد از زایمان. خب وقتی که هیچ اطلاعاتی در مورد ازی نداشته باشه، ممکنه که این افسردگی به طور مداوم بر طول سالها تا 10 سال تا 12 سال آینده هم همون سایه سیاه خود بندازه تو زندگی از او فرد. ولی در صورتی که اگر شناسایی شوه، اگر تشخیص شوه و اگر یک راهی برای تراپی از وجود داشته، تداویش وجود داشته باشه، در این صورت خود از او فرد، خود از او خانواده، خود کسایی که با او فرد در ارتباط هستن، اونا در یک آرامشی زودتر میرسن، حداقل میتونیم بگیم. پس اهمیت بسیاری داره. من فکر میکنم که ای واقعا یک دین است در گردن همه کسایی که کمی حتی از رشته روانشناسی اطلاعات دارن، ای را توضیح بدن برای افرادی که اوکی نظریه خاصی ندارن، حالا ایده خاصی در رابطه با اختلالات روانشناسی ندارن. خوش به حال کسایی که میتونن ای مسئولیت را واقعا قشنگ به دوش بگیرن و این مسئولیت واقعا بتونن به جا کنن و ای خبر ای اطلاعات برسانند به افراد جامعه که اوکی واقعا هیچ اشکالی نداره که کسی افسرده باشه، هیچ اشکالی نداره که وقتی تو میری روبروی کسی داری صحبت میکنی قلبت در تپش بیفته، نشان از استرس هم، دست و پای تو بلرزن، نشان از استرس هم، هیچ اشکالی نداره. اینا همه یک نوع از یک بخشی از وجود ما هستن که قابل درمانن، امکان داره روشی کار شده. و وقتی که فرد به طور مداوم بخواه اینا رو با خود رو حمل کنه، اینا بعدها شدیدتر میشن و خیلی راحت در افرادی که حالا این فرد ممکنه به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان دختر خانواده میتونه در همه اطرافیان خود رو انتقال بده، میتونه در خانواده جدیدی که وارد میشه رو انتقال بده. و متاسفانه ممکنه او کسی که ای اختلال را میگیره ممکنه مستعد باشه که به شدت بیشتر باشه، یعنی به شدت بیشتری درگیر از اختلال شده. بسیار تشکر، نکات بسیار مهم میره اشاره کردن، لازم بود بشنویم می گپا را و نکات مهم را. بار دیگر از شما سپاسگزاری میکنم. وقت تره بیشتر از این فعلا نمیگیریم، در برنامه های بعدی باز در خدمتتان خواهیم بود. فقط یادآوری میکنم به بینندگان عزیز، این اولین برنامه از سری برنامه هایی بود در مورد سلامت روانی فردی و جمعی مردم هزاره. ما در برنامه های بعدی به شکل مفصل به انواع آسیب های روانی، خود آسیب ها میپردازیم، توضیح خواهیم داد، خانم هاجر توضیح خواهد داد و بعد از او به مسائل مربوط به تأثیر این آسیب ها بر روی فیزیک انسان ها میپردازیم و پس از او میریم به طرف روش ها و تکنیک های ممکن خود درمانی و
جمع درمانی و راه های ممکنه که میتونیم زنجیره تراما را قطع بکنیم و دیگه نسل بعدی نسلی آری از تراما داشته باشیم. در انتها اگه سخنی دارن پیش از خداحافظی بفرماین و اگر نه خداحافظی کنیم بگذاریم بیننده های ما هم بکنیم برم دیگه فعلا. اوکی سخن آخر همین بحث زنجیره است، بحثی که واقعا کسایی که هر وقتی یا این بحث لایف دیدن یا بعدن میان این بحث را میبینن، من واقعا خواهش میکنم که اطلاعات را برسانید به کسانی که فکر میکنید که نیاز دارند به اطلاعات. زنجیره آخریش وقت نباشین در این بخش و شما نمیدانین که خیلی وقتا آدمایی که در داخل سرک از پیش ما رد میشن، کسایی که حتی همسایه دیوار به دیوار ما هستن، کسایی که ما به هر طریقی با اونا روبرو میشیم، در یک جنگ درونی ما بین خودشان گرفتارن و گاهی اوقات یک کوچکترین روزنه‌ای واقعا میتونه زندگی یک نفر متحول کنه. و سعی کنید که همون آدم متحولگر باشید که باعث از او تحول شده. سعی کنید که این زنجیره را ادامه بدیم تا جایی که امید به خدا که بتانیم یا حداقل یک جوری باشه که یک کمکی بتانیم به افرادی که واقعا در این بخش نیازمند کمک هستن، یک کمکی بتانیم به این افراد بکنیم. من دیگه هیچ بحث دیگه نمیمونه. من از شما سپاسگزاری میکنم، واقعا تشکر بابت این وقتی که به من دادید. خیلی خوشحالیم و امیدواریم که برنامه های بعدی را با هم دیگه بتانیم پیش ببریم. بخیر، خب خداحافظی کنیم دیگه از مردم دیگه. نه خب امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشن و خدا یارتان. خدا نگهدارتان. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.